خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. اجازه بدید که این دستگاهی رو که تاریخ و روز و اینها رو هم نشون میده روشن کنیم. از آقای علی عزیز هم که سالهاست لطف میکنه و اینها رو برای ما مینویسه و ارسال میکنه تشکر کنیم. امروز توی آمریکا تعطیله و من یه جورایی اگر جمعه یادم مونده بود که به شما بگم امروز جیم می‌شدم. حقیقتش بعدم می‌خواستم جیم بشم، چیزی که از این آقای ترامپ قرار بود بیاد واشنگتن و نیامد. امروز روز به اصطلاح گرامی داشت آقای مارتین لوتر کینگ، نه اون مارتین لوتر کینگ 300-400 سال پیش فرانسه و آلمان، مارتین لوتر کینگ 50-60 سال آمریکا. و این مارتین لوتر کینگ هم مثل که همیشه بیچاره ها سرشون میره بالای دار. در صورت ایشون میخونم، حالا یکی از دوستان برام روی تلگرام نوشته و اون رو با هم میخونیم و برنامه امروز رو پی میگیریم. و اما بله، حقیقتش حتی میخواستم خودم هم برنامه نذارم، ولی دیدم که یه دوستی ما داریم لطف میکنه این برنامه ها رو مینویسه که من امروز ساعت 2 برنامه دارم. اینها تازه این که گذاشت دیدم هی برای من پیام میفرستن که آقا ساعت 1 برنامه داری؟ گفتم نه، و اصلا ممکنه برنامه نداشت باشم. گفتن آقا روی فیسبوک نوشتی یکی بعد از ظهر. رفتم دیدم این مال روز چهارشنبه هفته قبل. خلاصه درد سرتون ندم، چون حقیقتش فکر میکنم هر وقتم ما میایم اینجا به غیر از نقنق و درد دل کردن با شما به اصطلاح چیزی نمیگیم، ولی خب چه کار کنیم، شما شدید سنگ صبور ما، ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و هی میگیم. گفت چی؟ هایده شانه هایت رو برای گریه کردن دوست دارم. خب دوشنبه است، 16 ژانویه 2017 برابر با 27 دی ماه 1395. اگه اشتباه نکنم امروز سالگرد روزی است که شاه از ایران رفت. خیلی ها میگن فرار کرد، خیلی ها میگن رفت چون آدم ها رو دوست داشت نمیخواست بکشتشون. نمیدونم، من نه تو مغز شاه بودم نه تو دربار بودم، خبر ندارم. ولی فردا با آقای احمد علی مسعود انصاری، پسرخاله فرح پهلوی، همسر شاه صحبت میکنیم و اتفاقا اسم برنامه ایشون همین هست. بله، امروز رفتن شاه، درباره واقعیت رفتن شاه اونجوری که این بنده خدا بوده و دیده. این تفاوت واقعیت و حقیقت رو چند تا از دوستان نوشتن، ولی هنوز اون چیزی که من یاد گرفتم که درسته فکر میکنم نیست. اجازه بده چند روز دیگه بگذره. دوستان شما تفاوت واقعیت با حقیقت میدونید چیه؟ دو تا ماشین اینجا تصادف میکنن، شما اون طرف وایسادید من این طرف وایسادم، پلیس که میاد از شما میپرسه، شما میگی این ماشین تو قرمز رفت، از من میپرسه من میگم نه اون ماشین دیگه تو قرمز رفت. این ماجرا چیه؟ حقیقت کی داره میگه؟ واقعیت کی داره میگه؟ واقعیت چیه؟ حقیقت کدومه؟ اینو یه وقتی سر دل استراحت براتون توضیح میدم. این رو هم من خودم بلد نبودم، آقای فرزاد شبستری به من یاد داد. بله، روز مارتین لوتر کینگ تعطیل فدرال هم هست. اتفاقا من امروز یه دستگاهی رو میخواستم برای کامپیوتر و چه دنیایی شده واقعا. من از اینجا میخوام یه چیزی برای دوستم بفرستم کالیفرنیا، میگه 15 دلار 20 دلار پول پستش میشه. بعد یه چیزی میخوام بخرم برای کامپیوتر، میگه 8 دلار خورده 9 دلار مجانی هم برات پستش میکنی. الان 5 روزه داشتم نگاه میکردم، دیدم استان به استان، ایالت به ایالت، فرماندار به فرماندار، از کالیفرنیا آمده رفته وست ویرجینیا، از وست ویرجینیا آمده شنبه تا حالا رسیده اینجا، همین 2 مایلی خونه ما تو پستخونه. تا اون موقع با فدکس اومده سریع منظم به پستخونه که رسیده. خب البته به تعطیلی هم خورده، ولی اگر پستخونه
یا سیستم پست خوب بود که فدکس و یو پی اس و اچ دی ال و اینها اینجوری جون نمی گرفتن و این همه بیزینس نداشتن. انقدر بیزینس دارن که الان خود یو پی اس مجبور با اونا کار کنه و اونا بگه آقا من که دارم تو این کوچه میرم، تو رو خدا شما بیا بیزینس تو من بده. ولی بازم خوبه که اونا میان بیزینسشون رو میدن به این. اگر میدونستم که امروز برنامه دارم شاید قسمت دوم رو میگفتم آقای مصطفی زاده بیان تا ایشون هم یه سری درد دل کنن. و آقای مصطفی زاده ما چه مکافاتی داریم، برنامه شما رو نمیذاریم بازپخش و بایگانی. دوستان میگن آقا چی شد شما گفتودی آقای مصطفی زاده ما ندیدیم. میذاریم دوستان یکی یکی میان میگن آقا این طرحی که ایشون گفته و نمیدونم شهرام همایون الان گفته و آقای نصر احمدی گفته، ما میخوایم ببینیم کی زودتر گفته، کی بوده، کجا بوده. بالاخره رفتم نگاه کردم دیدم بعد از یکی دو سال که آقای مصطفی زاده اول به من گفت، خدا میدونه حالا دیگه به چه کسایی گفته بود، بعد در فکر راه اندازی تلویزیون خودشون افتادن به نام اپوزیشن تی وی، تلویزیون اپوزیسیون، بعد انقدر وقت گذاشتن با دوستان از هر حزب و چیزی صحبت کردن، شورا گرفتن، وقت گذاشتن، پول گذاشتن، دیدن هیچ کدومشون مال نیستن، همه مفتخورن، خودش به تنهایی آمد جلو و چند تا برنامه تو تلویزیون مردم گذاشت، در این مورد صحبت کرد و من دیدم که این دوستان که اینجوری سوال میکنن، خب این حق آقای ضیاء مصطفی زاده داره از بین میره. رفتم گشتم دیدم من حتی یه بار توی ژانویه 23 یعنی دو سال پیش 2015 یه برنامه‌ای داشتم با آقای مصطفی زاده. اصلا بذارید بهتون نشون بدم، اجازه بدید بیارمش اینجا. آقای ضیاء مصطفی زاده ژانویه 2015، اینم میشه پلیر تو، بشنویم با هم. اجازه بدید صدای فیسبوک رو هم درست کنم برای دوستان و بله در رابطه با فیسبوک هم یادم باشه یه چیزی بگم که دوستان گفتن آقا به این دوستانت که برنامه میذارن رو فیسبوک زنده و همون موقع رانندگی میکنن نصیحت کن. چشم، من آنچه شرط بلاغه است با اینها میگویم، حالا اینها خواه پند گیرند و خواه ملا. بشنویم با هم و ببینیم این ماجرای دو سه دقیقه بیشتر نباید باشه. اساس طرح خودگردانی ملی، پاراگراف بالاشو براتون بخونم، اینجا داریم ببینیم. بایستی کمرای سه اینا رو خاموش کنم که ای نپره تصویر منو نشون بده که شما وحشت کنید. آره ببینید، مثلا وقتی اینجوری می نویسن این، اگه همه رو من بخوام نشون بدم خیلی کوچولو میشه. اگه یه تیکه اینجوری باشه بعد یه تیکه جا میگیره، باقیش توی کادر ما جا نمیگیره. ولی بذارید من این کار انجام بدم و همین بود که من میخواستم اون قاب ها رو درست کنم که از این قاب به اون قاب که ما میپریم شما به اصطلاح خیلی قشنگ، درشت، بزرگ ببینید. حالا اون رو هم سعی میکنم توی این ویکند، توی این آخر هفته، من یکم سر ویکند به اصطلاح معمولا کارا اونجاست ولی این هفته یکم خلوت سر. خب نوشتن که هم میهن خودگردانی ملی آخرین راه رهایی از استبداد و هر نوع ستم است. رعایت تمامی حقوق تو فقط در یک جمله قبول اختیار انتخاب برای هر فرد از افراد بشر مختصر است. از جانب تو به ویژه در انتخاب، روش به دستگیری سرنوشت، خود و کشور خیش، اساس طرح خودگردانی ملی به دستگیری سرنوشت خود و کشور خیش. من متوجه نشدم دو سه بار این تکرار شد ولی خب از اینجا شروع میشه، اجازه بدید. بله، اساس طرح خودگردانی ملی به دستگیری سرنوشت خود و کشور خیش. این کلمه دستگیری که آدم میاد یا میشنوه زود فوری یادش به ساواک و ملا و آخوند و ساواما و CIA و FBI و اینا میاد. اینا به نظر من
من یه چیز بهتری براش پیدا کنیم، مثلا در دست گرفتن یا هر چیز. بدون قبول اختیار انتخاب برای افراد در جامعه و بدون فراهم آوردن زمینه توان انتخاب آزاد، هرگز امکان پذیر نخواهد شد. خب تا اینجا شما میدونید. یک، ایجاد زمینه قبول اختیار انتخاب برای هر فرد. ببینید این ماده یک چرا میگم؟ خب دوستان، من فقط میخواستم بهتون نشون بدم که دوستانی که میپرسن این سوال رو بهشون پاسخ داده باشیم. حالا خود آقای مصطفی زاده گفتن از اول ماه فوریه به اصطلاح برنامهشون اختصاص پیدا میکنه به اون طرح خودگردانی و یا چهارشنبه دو ساعت با شما خواهند بود یا جمعه یک ساعت با شما خواهند بود. اینم من یه اشتباهی کردم، آقای مصطفی زاده وقتی با من تماس گرفت سر یه ساعت و دو ساعت و 50% تخفیف و فلان اینها، ما قبول کردیم که برنامه‌ای که ایشون میذاره تا یه مدتی نه بایگانی داشته باشه نه بازپخش و اینها، حقیقتش یه مقداری کار خودمون رو فلج کرده و به خود تلویزیون مردم هم ضرر زده. حالا ازشون خواستم، خواهش کردم و براشون هم توضیح دادم، گفتم معمولا توی شیراز که اینجوری بود، اگر ما یه دوست صمیمی داشتیم، یه فامیل نزدیک داشتیم و یک دوستی یکم دورتر، یه فامیلی یکم غریبه تر می اومد، خوراک کم بود، می رفتیم یواش در گوش این دوستمون می گفتیم که ببین خوراک کمه، شما بگو من نهار خوردم، نهار نخور. یعنی از اونی که دوسته، از اونی که نزدیکته، از اونی که آشناته، شما همیشه بیشتر انتظار دارید. یه بار در این باره من حتی در رابطه با رفتن به ایران گفتم چجوری پول خرج میکنیم، میریم باهاماس، میریم مکزیک، میریم این ور اون ور، میایم ولی انتظار نداریم، ولی به ایران که میریم انتظار داریم همه چی خوب باشه. بعد خودم هم جواب خودم رو دادم، گفتم برای اینکه اونجا احساس مالکیت میکنیم، ولی ای کاش به جای این احساس مالکیت کردن و فقط طلبکار بودن، احساس مالکیت میکردیم در راه تمیز کردنش، مرتب کردنش و الی آخر. و اما اینقدر امروز حرف گفتنی دارم که نگو و نپرس. تا دیدیم این آقای ترامپ نمیاد واشنگتن، ما هم خوشحال گفتیم خب پس میایم میشینیم این دفتر. آخه ایرانی ها دیدید هر وقت میخوان خداحافظی کنن میگن به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حالا ما دفترمون به پایان نمیاد دیگه، حالا حکایت که جای خود داره، دفتر بازه، هی باید بیایم نگاش کنیم. و اما بریم سراغ دفتر رو، گفتیم ما چرا از همه طلبکاریم، این رو من براتون بخونم. ما مسلمونا اصولا همین جوری هستیم، منظورشون اینه که طلبکاریم. ما مسلمونا همیشه طلبکاریم، البته باید درستش میکردیم، میگفتیم ما ایرانی ها دیگه مسلمون و غیر مسلمون هم نداره، اب نداره. خب بخونم براتون اینو. میگه که یه پیرزنی یه همسایه کافر داشت، هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعنت میکرد، خدایا این همسایه کافر من رو ذلیل کن و جونشو بگیر. طوری که مرد کافر میشنید، زمان گذشت، پیرزن بیمار شد، دیگه نمیتونست غذا درست کنه، ولی در کمال تعجب غذای پیرزن سر موقع در خونهش ظاهر میشد. پیرزن سر نماز میگو خدایا ممنونم که بنده خودت را فراموش نکردی و غذای منو در خونم ظاهر میکنی، و لعنت بر اون کافر خدا نشناس. روزی از این روزها پیرزن خواست بره غذا رو برداره، همسایه رو دید که داره اون غذا رو براش میذاره. از اون شب به بعد سر نماز میگفت خدایا ممنونم که این مرتیکه کافر شیطان را وسیله کردی برای من غذا بیاره، من تازه حکمت تو رو فهمیدم، چرا اون وقت حالا به نفرین‌های من پاسخ ندادی و اینو نکشتی، از بین نبردی، نگهش داشتی تا امروز به این بنده خوبت خوراک بیاره بده. خب اینم داستانایی که دیگه همیشه معمولا میگن چی میگن یا از این وری دیگه ما اغراق میکنیم. و اما این ماجرای کامپیوتر و
چیزای اتوماتیکی که میذارن مثلا خود کامپیوتر تصمیم بگیره برای شما بفرسته. نگاه کنید دوستان، بعد از 4 سال یعنی ژانویه 2013 کجا، ژانویه 2017 کجا، بعد از 4 سال یوتیوب برای من نوشته که سوربی یه برنامه گذاشتی برای اکس مجاهدین و توی اون برنامه مجاهدین یه ویدیویی نشون دادی، اون ویدیوی مال فلانی بوده. حالا وقتی من به دوستان، به آقای چمنارا، یه دوست جدیدی، اتفاقا چهارشنبه هفته آینده ممکنه ما با باشه، با ایشون به دیگران میگم که آقا این برنامه مال شماست، توش هر فیلمی میخواین نشون بدید من پخش میکنم. چیزی که هست این فیلمه اگه مال یوتیوبه، بعد که ما ویدیو شما رو میخواییم بذاریم توی یوتیوب، یوتیوب اینو پس میزنه. و اینجوری نیست بگیم حالا جون ما بذار زیر سیبلی بریم. 36 هزار چشم الکترونیکی بدونی که پلک بزنه این ویدیو نگاه میکنه، 36 هزار گوش میده. اگه کلمه هاش برابر باشه، مساوی باشه، نوشته هاش یا اون ویدیوها برابر باشه، اینو پس میزنن، ریجکت میکنن. ریجکت که میکنن دو تا عیب داره. عیب اولش این که وقت گذاشتیم، ویدیو رو گذاشتیم، این ور نوشتیم، اون ور نوشتیم، ورش میدارن هی از فردا ملت میگن آقا رفتیم ویدیو رو میگه برداشتیم. این عیب اولش. عیب دومش اینه که ما یه انقدی پول با این یوتیوب میسازیم. اینم همون آگهیایی که شما وقتی دارید نگاه میکنید میاد جلویتون. اگه اینو دوست ندارید ببینید، باید از جیب مبارکتون ماهی 4-5 دلار بدید یوتیوب قرمز رو بگیرید که توی اون آگهی نبینید. خود آمریکایی‌ها میگن there is no free lunch، نهار مجانی وجود نداره. میگن درسته که ما گفتیم آقا بیا اینجا همه چیز آزاد، همه چیز خوب، ولی باید براش کار کنی، قیمت پرداخت کنی. بعضی وقتا هم قیمتش چند برابر جاهای دیگه دنیاست. اینم از ماجرای یوتیوب که بعد از 4 سال برای من امروز اینو فرستاده که روی اون چیز، روی اون ویدیویی که در برنامه کانون آوا نشون دادی، به اصطلاح یک چیزی بوده که یک ویدیو کلیپی بوده که این کپی رایتش یا حق امتیازش مال دیگران هست. خب بریم. و اما نگاه کنید دوستان، وقتی من میگم یکی از اشکالای بزرگ ما اپوزیسیون، هر کی که خارجی که نشستیم، ما ایرانی ها، اینه که دروغ میگیم، الکی حرف میزنیم، بعد خودمونم نمیدونیم چجوری درستش کنیم. ببینید الان اینجا نوشته آمریکا به ابراهیم یزدی ویزا نداد. حتما یادتون هست که همه میگفتیم آقا این ابراهیم یزدی که پاسپورت آمریکایی تو جیبشه. بابا پاسپورت نداشته. اینم لابد اینجا وقتی درس میخونده، چون مسلمونم بوده، یه خانم آمریکایی رو صیغه کرده، از طریق اون اقامت گرفته بوده، بعد که دیگه آمده ایران گفته دیگه اقامت میخوام چیکار؟ من وزیر امور خارجه هستم، من چنین و من چنانم. حالا امروز که میخواد بیاد آمریکا راش نمیدن. خبرگزاری ایران شهر حساب کاربری متعلق به ابراهیم یزدی در اینستاگرام که توسط نزدیکان او اداره میشود با انتشار عکس وی میگوید سفارت ایالات متحده آمریکا در ترکیه با درخواست ویزا برای سفر وی به آمریکا مخالفت کرده است. بله، آقای یزدی بیمار است و میخواست برای درمان به آمریکا سفر کند. آقا همونجا بمونید دیگه، این همه وسایل خوب بردید تو ایران توی این 38 سال، بیمارستانهای خوب، خودتونم همونجا برید. آقا مصدق چند سال پیش میخواستن بیارنش اینجا یا انگلستان، گفته من ترجیح میدم تو ایران بمیرم ولی نرم تو کشورهای دیگه معالجه بشم. یک کمی یاد بگیرید، نمیخوام بگم مردانگی، انسانیت، شرف پیدا کنید. اگه مردم اونجا میمیرن، من یه دوستی داشتم رفته بود ایران، گفت تا رسیدم اونجا نمیدونم زانوش یا کمرش درد گرفته بود، مجبور شد اون جراحی کنه. گفت آقا خانواده‌ام فرستادم تو خیابون ناصر خسرو برن اونجا
میگه از نمیدونم چاقوی جراحی تا دوای بیهوشی رو باید خانواده مریض بخره بیاره به قیمت چندین برابر. تازه معلوم هم نیست این درست باشه یا نه، چون کنار خیابون میفروشن. وقت آقای یزدی خجالت بکش، همونجا بلکه زودتر بمیری شما تا بری. راجع به این مردن امروز آقای فرامرز ای خدای چجوری ما این دادرس، فرامرز دادرس یه ویدیویی رو تفسیر کرده بود. خب ایشون توی ارتش بوده، توی قسمت اطلاعات و ضد اطلاعات بوده و اینا. بعضی از این دوستان هم خداییش به خودشون نمیگن که آقا ما اگر اطلاعات و ضد اطلاعاتمون کار میکرد دولت شاه میموند، اینجوری با دست چهار تا بچه جغلگ از بین نمیرفت. ولی همینجوری موندن، به خودشون درجه میدن، طرف ستوان بوده، الان دوستاش صداش میکنن تیم سار بماند، اب نداره. آقای دادرس آدم خوبیه، از لحاظ تکنیکی هم وارده. من یکی دو تا مصاحبه باش کردم، برنامه‌هاش هم اگه نگاه میکنی، اگه بهش گفتی آقا گوشی بذار تو گوشه، نمیگه آقای سوربی من با همه با اسکایپ صحبت میکنم، اصلا پژواک نداره، حتما صدای شما خرابه. آقا گوشی بذار تو گوشه، بیشتر وقتا گوشی تو گوششه، خیلی مرتب نور و صدا و اینا برنامه میذاره. ولی آقای دادرس گفت بیا کج بشینی راست بگی. شما یه تحلیل بسیار قشنگ کردید دوستان، توجه کنید آقای خامنه‌ای داره نماز میت میخونه برای رفسنجانی. اولا اونا ببین چه آدمایی هستن، با وجود همه دشمنی باز موقعی که باید به مردم نشون بدن که ما با هم هستیم با هم وای میسن. مثل شانیز وزیر و رئیس ساواک بگیره بندازه زندان و خودش در بره. اوکی، آمده وایساده نماز میت میخونه، بعد نشسته دست گذاشته لابد داره راز و نیاز میکنه، بهش میگه دیدی حلوای تو رو خوردم، دیدی تو منو کردی ولی فقیه، ولی من تو رو کردم زیر خاک. دو نفر میان، اونا میگن ما میخواستیم میکروفونشو چک کنیم. میدونید که اینجا وقتی میخواد طرف صحبت کنه، الان دیگه هر کس تو خونه‌ش هم یه میکروفونی میزنه اینجا و یه چیزی اینقدی هم مثل قوطی کبریت پشتش وصله که به اصطلاح دیگه نخوان یه میکروفونی مثل بستنی بگیرن جلوش. آقای دادرس میگه نه این میکروفون نبوده، این آمدن دستگاه قلبش رو چک کنن و همینجوری که میبینید اولی آمده نتونسته، دومی آمده. میگم آقا این چیز که شما میگی من قبول دارم. آقا یه نفر نوشته بود که این رژیم یا حکومت آخوندا مثل یک کشتی بادیه که دوتا بادبان داشت، یه بادبانش دیده بودی چاستی چرا دوتا بادبان داشت اینجوری اینجوری بادبان، و اونم چه سیستم قشنگی، با باد باد از این ور میاد اینا از این وری میرن هر جور دلشون میخواد. در هر صورت دوتا بادبان داشته که تا امروز به اینجا رسیده. اولا حالا امروز که روز رفتن شاه از ایرانه، یادتون باشه دوستان آخوندا از شاه بیشتر حکومت کردن، 38 سال، شاه 37 سال حکومت کردن. دوتا بادبان، یک بادبانش از بین رفت، رفسنجانی بود، یک بادبان دیگه باقی مونده. اینم که آقای دادرس میگه اینم داره بادش ازش در میره. اوکی، برای آقای دادرس نوشتم آقای دادرس خدا وکیلی از خودمون بپرس، یکیش مرده یکیشم مریضه، به قول شما میگید با دستگاه دارن زنده نگهش میدارن. ببین من و شما و ما چقدر آدم های بی عرضه هستیم، و اگر آقای خمینی و آقای سازگارا و همین آقای ابراهیمی یزدی و همون آقای بنی صدر و همون آقای قدس دادن مثل من و شما نشسته بودن با تنبون جلوه کامپیوتر و تفسیر میکردن از توی اتاقشون توی فرانسه نگاه میکردن آقا اینجا نشسته نمازش تموم شده رفته پایین، میگن این میکروفون رو خاموش کنه یه وقتی بادش در نره صداش پخش بشه. و این 100 بار تو آمریکا اتفاق افتاده که میکروفون روشن بوده، خانمه که مهمون برنامه بوده بعد که رفته توی دستشویی وایساده صحبت کرده، حتی صدای خنده و باد در کردن خانم‌ها هم میاد. بعد من میگم آقا شما درست میگی، اولا به جای اون دکترا که باید بیان این دستگاه رو تنظیم کنن، بله دستگاه هست، خیلی از دوستای من خیلی جوانتر از خامنه‌ای هستن، سالها این پیس میکر تو قلبشونه،
الان دیگه پیس میکر حتی با تلفن، حتی روی اینترنت شما خودت میتونی تنظیمش کنی. میگه اگه هارت بیتت اومد پایین میشماری، اگه شد مثلا 60 تا باید این ببری رو 70 فلان. من نمیفهمم. خب که چی؟ بعد یه سری دیگه اعتراض کردن با آقای فرامرز دادرس، بعد ایشون پاسخ داده. ولی جالبه بیان بشینیم پاسخ ها رو بخونیم. او ضمناً امروز یه نفر پول داده که ما قرآن پخش کنیم برای آقای رفسنجانی. باورتون میشه به یه تلویزیونی تو آمریکا پول بدن که قرآن پخش کنه برای آقای رفسنجانی؟ ببینیم این دوستمون چی بود، با تی شروع میشه اسمش، پیداش کنم. اگر که پیدات کنم، اینقدر پیام میاد و ما جواب میدیم که وقتی میخوایم یک کسی رو پیدا کنیم، مثلا 3 ساعت پیش باهاش نوشتیم و گپ زدیم، حالا باید چه میدونم قد 10 روز بریم پایین. بزنم اینجوری، بزنم اینجا شاید پیداش کنم. کجا میخواستم برم؟ اول میخواستم برم برای آقای دادرس بخونم. خدایا ما اینقدر مینویسیم، ما همه اینا رو نوشتیم. ببینید دوستان، همه اینا نوشته شده، یکی یکی خطم میزنیم، باز نوشته رو ول میکنیم، میریم سراغ کار خودمون، بعدم تازه به دوستانی مثل آقای نصر احمدی و دیگران نق میزنیم که آقا اینقدر هی پوز ندید که من بدون کاغذ میتونم 4 ساعت صحبت کنم. اون هنر نیست، باید با کاغذ بیای نوشته باشی که نشون بده رفتی آماده شدی، اون وقت مثل ما بی کاغذ صحبت کن. بذار ببینم من اول آقای دادرس رو پیدا کنیم که این بحثی که کردیم بگیم. فرامرز دادرس اینجاست، اینم وبسایتشون، فیسبوکشون، یه تبلیغ مجانی برای ایشون، اگه خواستید برید نگاه کنید، با ایشون در تماس باشید. و میگم خب حالا تفسیر کردید، حالا چه باید کرد به ما بگید دیگه. بله، این عکس زیبایی هم انداختن از شهر لایان اگه اشتباه نکنم. بله، آقای فرامرز دادرس. و توی پیامایی که من با ایشون میگفتم و مینوشتم، آها دوستان، فیسبوک دوباره یه اطفار جدید آمده برای مسیج، حالا دیگه حتما مسنجر رو باز میکنه. به چه صورت؟ بهتون نشون میدم. نگاه کنید چقدر ما به شما چی یاد بدیم، نه شهریه ازتون میگیریم نه چیزی. Select area، ببینید من از اینجا تا اینجا رو برای شما باز میکنم که شما ببینید. ببینید دیگه، بله، چون کامپیوتر ما به اصطلاح مستطیل هست، توی صفحه تلویزیون و توی صفحه برنامه به این صورت دیده میشه، ولی اب ندارم. نگاه کنید، قدیما اینجوری بود، ما وقتی روی این کلیک میکردیم مسیج باز میشد، حالا روی این که کلیک باز میزنی مسیج که باز میشه، اون وقت اینجا که میزدیم یه چیزی به همون میداد به نام فول ویو. الان عوضش کرده، میگه اوپن این مسنجر، یعنی ناخواسته مسنجر رو چپون توی حلق ما. اوکی؟ بفرمایید. حالا میایم سراغ آقای دادرس. این بار برای شما این قسمتش رو میخونیم که با آقای دادرس هستیم. اجازه بدید اینجا، اینجا. خب کامرای 3، بله، این دوستانی که گاهی وقتا میگه آقا نیم ساعت زدن شما خوب جواب میدی، الان جواب ندی، میگم بابا بیش از 16,000 نفر روی ایمیل و روی فیسبوک های من هستن، اگه هر کدومشون بخوان اینجوری جواب بگیرن که دیوونه میشم من. بله، من نوشتن که در پاسخ به منتقدین که میگویند آن دو نفر میخواستند میکروفون خامنه‌ای را بردارند یا خاموش کنند، نوشتم. و اما حالا بیان نوشته ایشون رو بخونیم. اوکی، تا اینجا میاد. یا بذارید بیار روش دیگه براتون باز کنم. سلکت ایریا، اینجوری بازش کنم، اینجوری، اختیارش دست خودم. بله، نوشتن که در پاسخ منتقدین محترم بایستی بگویم، اول اینکه این اتفاق در پایان وقت نماز بود و دیگر نیازی به صدا و میکروفون نبود. آقای دادرس، درست همین جمله اول، اتفاقا شما دارید کار اونا رو موجه میکنید، چون دیگه نیازی به میکروفون نبود، اینا آمدن که میکروفون رو باز کنن. حالا این آقا دلا بوده و سرش در گریبانش بوده، گفتن بابا ولش کن،
اون یکی دیگه گفته حداقل بریم خاموشش کنیم. اوکی. و میکروفون های این روزگار را روی لقه یقه لباس یا پشت یقه و حتی روی عبا نصب میکنن. خب اینا که یقه ندارن، خودتون نوشتید روی عبا نصب میکنن، اینم روی عباشه، ولی نگاه کنید دستشو گذاشته، اینا هم که حالا میترسن میخوان احترام بذارن با دستشون اینجوری کنن، دست بکنن توی عبای اون آقا یا روی عبا، بالاخره از اون زیر فشار بدن اون کلیپش رو تا برش دارن. و خدایا چی بگم، و نیازی نیست درون گریبان آقای خامنه ای را جستجو کنن. میکروفون باید به لبها نزدیک باشد و روی لباس و نه به قفسه و قلب و درون لباس. دوم این که اگر مشکل میکروفون بود، همان حاج وحید نزدیکتر به خامنه ای و بلکه به او چسبیده بود و او خودش این کار را انجام میداد. آقای دادرس، تو رو خدا، از این همه آموزشی که توی ارتش دیدی، از این همه آموزشی که بعداً دیدی توی فرانسه، خودتون به من گفتید رفتید اونجا هم کار میکنید، از خودتون خجالت نمیکشید که وقتتون رو میذارید برای این چیزا؟ من الان میخوام اینو بخونم، الان از خودم و بیننده خجالت میکشم که وقت این بینندگان رو خودم رو بذارم برای اینو، برای رفسنجانی رو که ببینیم توی شنا کردن داشت سکته کرده، بعد طرف میگه آقا اگه سکته کرده توی استخر پس چرا آب توی ریشنی؟ آقا من دوستم اینجا بیچاره 27 سالش بود، امیر خدا رحمتش کنه، سالها پیش با رفته با خانوادهشون دریا، موج بلندی آمده بود، فکر میکردن این غرق شده، وقتی بردنش کالبد شکافی دکتر گفته بود احتمالا این وحشت کرده از این موج و سکته کرده مرده و آب توی ریش نبوده. اینو شما داشته باشید. یکیشون از این ور میگه چرا آب تو دهنش و ریش نیست، یکی دیگرش میگه وقتی داشتن نفس مصنوعیش میدادن قلب قلب آب میمد بیرون. یه بچه احمقش میاد میگه که اینو کالبد شکافی کنید، سم بهش دادن. یکی دیگه احمق‌تره میگه من 10 دقیقه نشده بود رسیدم به اونجا و این شایعات دروغه و دیدم ایشون مثل گل سرخ و سفید لب و لباب مرده. حالا مرد بابا، اینجا یه ورزشکاری دیروز 70 سالش بود، یه کشتیگیر 70 سالش بود، مرد. هیچ کی دیگه نگو آقا اینو فکر کنم ترامپ سر به نیست کرده، هیچ کی نگو فکر کنم هیلری کلینتون. چرا اینجا میگیم؟ اینجا خود منم بعض وقتا این چیزایی که دوربر هیلری کلینتون بودن چند تاشون هی رفتن گفتیم آقا اینا رو سر به نیست کردن. بمانه، یه دوست هنرمندی از ایران تماس گرفت که آیا امکانش هست که من در خارج نمایشگاهی بذارم. گفتم توی برنامه میگم، اگه کسی مایل باشه میتونه با شما تماس بگیره. و دوستم فکر میکنم این فیسبوک رو من ایرنگیش کنم، شما چی فکر میکنی؟ فیلم های قدیمی بودا اینجوری؟ نه خیلی کم رنگ، نه همین بهتر، همین بهتر، یه رنگی بهش بدیم. در هر صورت این هم از این. و باز برمیگردیم به همون، هر جوری که شما بگید، ما به شما گفتیم شما آقا بگو 2 دلار میشه 6 تا، ما 2 دلاری به شما میدیم میگیم 6 دلار ما بده، بگو 2 دلار میشه 64 تا، 2 دلاری بهت میدیم میگیم حالا 64 دلار بده. هر چی که شما بگی بر اساس اون گفته شما ما ثابت میکنیم که من و شما یه سری آدمای ترسو بزدل فرار کردیم، حالا اومدیم از طریق این کامپیوترها نشستیم، میگیم آوی بزن، آوی برو جلو که من اینجا هستم، آوی من آنم که رستم بود پهلوان. آقا هر کدومتون میخواین، به همین دوستم گفتم شما امروز یه کاغذ بردار بذار تو جیب، این کجاست کاغذ بردار بذار تو جیب، هر جلسه رفتی به تمام اینایی که خیلی شور و هیجان دارن بگو آقا یه برنامه‌ای پیدا شده، یه دولت خارجی به من گفته 10 نفر رو جمع کن، این 10 نفر با خودت 11 نفر برید ایران، امام 12 هم که اونجاست و ما پیروز میشیم، ببین کی میاد باشون. آقای آرمن ساگینیان که از کالیفرنیا برای من نوشتی آقای سوربی شما چرا با من دعوا میکنی؟ گفتم آقا من با تو دعوا ندارم، تو نشستی نظر خودت رو میگی،
من نشستم اینجا نظر خودمون میگم و مثل دو تا کاشانی خوب داریم با هم دعوا میکنیم. کاشانی ها از این ور خیابون به اون ور خیابون، یا از این ور کوچه به اون ور کوچه، من از این ور آمریکا به اون ور آمریکا، چند هزار مایله. یکی بزنه لس آنجلس به واشنگتن چند مایله. شما نظرتو میگی، منم نظرمو میگم. و چطوره شما نظرتو با این همه مزخرفات که میگی، ما باید به شما احترام هم بذاریم، به شما بگیم کدبان، ولی ما نظرمونه که میگیم که فکرم میکنیم درسته. شما فکر میکنیم ما باید دعوا داریم؟ نه ما باید دعوا نداریم. خب پس چی شد؟ آمریکا به ابراهیم یزدی هم ویزا نداد و ما مسلمونا همیشه طلبکاریم. ضمناً آقای زیبا کلامم در این رابطه که ما همیشه طلبکاریم یه حرفی زده بود. ممنونم از یکی از دوستان که من میگه که آمریکایی میگه I can't wait، یعنی دیگه من نمیتونم صبر کنم، نمیتونم صبر کنم تا این آقا بیاد برنامه خودش رو بذاره، چون هم خوب می‌نویسه، هم تحقیق خوب میکنه، هم دسترسی داره به ویدیوهای مختلف و اینها، ولی گرفتاری داره. حالا گرفتاریش کتاب نوشتن بود، حالا که کارهای دیگه من کاری ندارم، به منم مربوط نیست. ولی دو تا چیز برای من نوشتن پاسخ شما و آقای مصطفی زاده به آقای سعیدی بسیار زیبا و فرزانه بود. لطفاً بزرگواری نموده از ایشان دعوت کنید هر وقت خواستن و برای هر مدتی که خواستن شما آماده اید، مجانی به ایشان وقت برنامه بدهید بیایند و ما را قانع کنند. دلواپس نباش عزیزم، آمد یا نیامد فردا خودم در خدمتت خواهم بود. منظورتون اینه که یعنی زنگ میزنید، تماس میگیرید، یا نمیدونم، یا منظورتون اینه پول برنامه رو حمایت میکنید؟ در صورت هر دوتاش من خوشحال میشه. دوستان حمایت یادتون نره، اولین ماه سال است و ما همیشه گفتیم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. این آخریشو پتیک که از همه هم بیشتر حمایت میکنه اون اضافه کرده، گفته سوربی تو اینم بگو که دوستان بدونن آقا این تلویزیون با حمایت شماست. حالا برنامه بیاد بگیری بذاری، حمایت کردی. ویدیو ارسال کنی برات پخش کنیم، حمایت کردی. پول بفرسی ما برنامه بذاریم، اونم یه نوع حمایته. ضمناً بهتون گفتم فردا دوشنبه 2 بعد از ظهر با آقای احمد علی مسعود انصاری هستیم. ایشون پسر خاله خانم فرح پهلوی، دوستشون بودن، دوستای جون به جونی رضا پهلوی بودن، مسئول کارهای مالیش بوده. بعدن افتادن به جون هم، شکایت و دادگاه و اینها، و دیدید حتی در یه برنامه خانم فرح پهلوی گفت یه دوستی داشتیم که به ما نارو زد، منظورشون ایشونه، ولی آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه منظورشم یک اون هندی هست که تمام جواهراتی رو که اینا از ایران آوردن، اون هندی آمد گفت من براتون با قیمت چند برابر میفروشم، زد و برد. دوستان کدوم یک از شما از ایران وقتی میخواین برین یه ماه مرخصی، یه ماه معالجه، تمام جواهراتتون رو برمیدارید میارید؟ همین امروز یه ویدیویی هست نوشته یک خانمی رفته توی فرانسه با خانم فرح پهلوی مصاحبه کرده. اولا بنده خدا از بس سیگار میکشه دیگه صداش در نمیاد. خود من چند ماه پیش اینجا توی جلسه دیدمش، توی مهمونی دیدمش. بمانه و اونجا میگه که خونه ایشون پر از آثار هنریه. حالا همین فرح پهلوی که به ضیاء آتابای میگه که من اینجا گاهی وقتا اصلا میرم خوراک مونده توی یخچال برمیدارم میخورم، بعدم مردم به من کمک میکنن. خانم نمیخواد شما مردم بهت کمک کنن، این آثار تاریخی رو بفروش به این دوستای خوبی که داری، تو یه سری به مردم کمک کن. ایداده بیده. آها بله، ایشون نوشته که این هم یک نامه از سربی صفتان. دیگه کم کم سربی صفتان شده یه باشگاه. ببینیم نوشته دکتر محمود سریع القلم برای خبر آنلاین نوشت. بذاریم ببینیم چی نوشته ایشون. بله یک لحظه من اینو تصویر رو بزرگتر کنم که شما هم بهتر ببینید. اوکی دوباره بریم کامرای 3. اوکی آقای سوربی
هست پیام صوتی چند دقیقه‌ای برای آقای انصاری بفرستم، سوال بپرسم از ایشان. بله بله افشین ات آها این افشین دوست خوبمونه، این افشین هم سالهاست جیگر ما رو خون کرده، هی میگه که دارم آماده میشم بیام برنامه بذارم راجع به چیزای مالی صحبت کنم، راجع به این صحبت کنم، اون صحبت کنم، میگن و نمیان، همت نیست، حتی جوانای ما همت ندارن این روزا. دکتر محمود سریالقلم برای خبر آنلاین نوشت روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، رضا پهلوی، هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی ندارن، وقتی من عوض نشوم خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و و و چه فرقی دارند؟ وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم چه فرقی دارد وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم؟ یک ملت دلال مسلک ناآگاه با آن حماقت آشکار در هنگام رانندگی یا توحش علنی برای برداشتن یک شیرینی از جعبه تعارفی یا حمله به غذای نظری یا شهوت عجیب برای قرار گرفتن در مقابل دوربین، ریختن زباله در کوچه و خیابان و طبیعت، جا زدن و جلو زدن در صف با رتبه نخست جستجوی با رتبه نخست جستجوی سکس، چرا باید در پی یک زمامدار رویایی باشد؟ من پیشنهاد میکنم ملت 8 سال انتخابات را تعطیل کنند و اجازه بدهند هر کسی که میآید همین جور ادامه دهد، بعد خودشان با حوصله این موارد را تجربه کنند. اول ایرانی ها لطفاً روزی یک بار توی پرانتز یا دست کم یک روز در میان حمام بروند. دوم ایرانی ها قبل از پرتاب فحش به بیرون دهانشان را ببندند و تا 20 بشمرند، به خصوص وقتی توی خیابان و جلوی دیگران هستند. سوم هر خانواده ایرانی هر روز یک روزنامه بگیرد، اگه شده یالسارات، من اینو متوجه نمیشم یالسارات چیه. خب چهارم هر فرد ایرانی تعهد کند که هر ماه یک کتاب تازه بخواند، حتی خلاصه مبانی لوله‌کشی عمومی. پنجم رانندگان به جای فاصله بین شلوار و جوراب دختری در آن طرف خیابان به داشبورد جلو چشمشان نگاه کنند و سرعت از 50 کیلومتر در هیچ شرایطی تجاوز نکنند. آقا به داشبورد که نباید نگاه کنند، به شیشه جلوشون باید نگاه کنند. داشبورد اگه خیلی نگاه کنی عقربه و بنزین و سرعت و فلان اینا بازم تصادف میکن. بعد ششم همه به خودشان تلقین کنند که این کسی که میخواهیم کلاهش را برداریم تا شب برای عزیزمان هدیه ببریم خودش عزیز یک نفر دیگر است. هفتم بفهمیم که زرنگی ضایع کردن حق دیگران نیست، بلکه رعایت حق دیگران رسیدن به حقوق خودمان است. هر کس به اندازه ما حق دارد و وقتش با ارزش است. هشتم بفهمیم که اگر صاحب یک بوتیک هستیم شغل ما بوتیک دار است، اگر راننده تاکسی هستیم شغل ما راننده است، نه اینکه همه دزد و کلاهبردار باشیم و از شغلمان فقط به عنوان راهی برای رسیدن به کلاهبرداری استفاده کنیم. به شغلمان احترام بگذاریم و بگذاریم دزدی فقط برای کسانی باشد که شغلشان دزدی است. نهم مردهای ایرانی یک بار برای همیشه قبول کنند که زنها جزء املاکشان نیستند و خودشان عقل دارند، عشق و رابطه و آشنایی هم بازی برد و باخت و فتح قلمرو دیگران نیست. دهم مردها تمرین کنند که رد عبور زنی را با نگاه شخم نزنند و زنان تمرین کنند که جواب سلام مردان را با خونسردی و لبخند بدهند، چون به معنای چند تا نقطه نیست. یازدهم ورزشکاران ما بعد از باخت به رقیب تبریک بگویند مثل ژاپنی ها و دهانشان را تا 1 ساعت بعد از هر باخت یا برد ببندند. خلاصه این که ظرفیت برد دیگران و شکست خودمان را به دست آوریم.
بیاوریم. سعی کنیم جدا از برد یا باخت با ارزش بشویم. دوازدهم، ایرانی ها به جای تمسخر شکل ظاهری و نوع هرز زدن سیاست مداران فکر کنند که ایراد واقعی کار آن شخص در کجاست. همین. سیزدهم، به نمایشگاه کتاب اگر میروند برای کتاب بروند، به خیابان فرشته میروند برای عبور از خیابان فرشته باشد، و در کل به هر قبرستانی که میروند برای خاطر همان قبرستان باشد. خب این دوستمون حالا بخواد به دیگران نصیحت کنه، ببینید خودش چجوری با مردم صحبت کنه. چهاردهم، تمرین کنیم که میانبری که ممکن است ذره‌ای کسی را دلخور کند مصداق بارز دزدی است، حتی المقدور میانبر نزنی. پانزدهم، چیزی ننوشته؟ آها، پانزدهم همین بوده. تمرین کنیم که میانبر که ممکن است نزن. شانزدهم، این آخری از همه سخت‌تر است، و اینکه دروغ نگوییم، همانطور که فکر می‌کنیم عمل کنیم، فراموش نکنیم ریا که اکنون عادت و عرف جامعه شده است در واقع یک بیماری اجتماعی و از آسیب شناسی بسیار جدی برخوردار است. عزیزان، کسی که این مطالب را نوشته است شاید خود نیز دچار این مشکلات است. همه ما در رفتارمان مشکلاتی داریم، ولی باید بپذیریم ایران ما همان سرزمینی است که هنگام قرائت سرود ای ایران ای مرز پرگوهر موهای گردنمان سیخ می شود و دچار دل لرزه مطبوعی می شویم. در حال سقوط است. بپذیریم اگر شرایط کنونی ایران این گونه است، همه دلیلش مدیران و بالا سری های ما نیستند و نقش اصلی را خودمان ایفا می کنیم. دکتر محمود سریع القلم. دوستان، کسی این آقا رو میشناسه ما ازش دعوت کنیم بیاد اینجا ببینیم خودش چه سابقه ای داره، چه دوره شاه، چه دوره شیخ، چه کرده، کجا بوده، چقدر خورده، چقدر برده. یا اینم یکی از این اسمایی که میدونی تو ایران از توی آمریکا از بس جنبش‌های مختلف هی آمد و رفته، جنبش نمیدونم بزن برو، جنبش خورشت سبزی، جنبش حقا، جنبش کشتی عشق، بعدن میگفت آقا اسم اصلیت نگو، اسم مستعار رو بگو. بعد دیگه یه سری دیگه برای اینا درآوردن که آقا این اسم مستراه، توی مسترا اسمتون این می‌نویسی. خلاصه حالا میخوام ببینم این اسم اصلی دکتر محمود سریع القلم یا اسم مستعاره یا اسم مستراح است. ما را در جریان بگذارید. و اما بریم سراغ اون دوستی که گفته قرآن پخش کن برای آقای کی گفتم؟ برای آقای رفسنجانی. اینم برای دوستان که یه دوست امروز زنگ زد و صحبت کردیم و گفت که من چگونه میتونم برنامه داشته باشم. گفتم هیچی، به قول معروف اون عکاسی گفت هر که پولی داد ما عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن، شما پول برنامه رو بده چیز کن. گفت شما چیای منو نگاه کن نوشته. من گفتم دوست عزیز، من اتفاقا دیدم و چون مخالف رأی من هستی آمدم دنبالت که بیا صحبت کنی. گفت یعنی شما هیچ خط قرمزی نداری؟ گفتم نه. شما حتی بیا تو برنامه، برنامهش چهارشنبه هفته دیگه شروع میشه، اولین برنامه تو بذار نگاهی به این سربی، هرچی من دروغ گفتم من رو بخوابون رو میز تشریح. چون میدونم شما دموکراتی ما رو نمیخوابونی رو میز چیز شلاق بزنی. والا بلا اگه تو همون یه سیزده بدری یه قانونی باشه یه ایرانی رو شلاق بزنن، ما ایرانی ها رو سر هم میریم که نگاه کنی ببینید کی شلاق میخواد. من یه بار شلاق خوردن رو توی ایران همون اوائل انقلاب دیدم. فکر میکنم همون روزی بود که فهمیدم این انقلاب اون چیزی که گفتن نیست. اصلا یه حالت بدی با آدم دست میده، میخوای استفراغ کنی که اگه آقا این آقا اگه جرم کرد به خاطر گرون فروشی. یه حاجی هم که انقلابی بود زدن، یه حاجی بود دم دروازه کازرون دوغ فروشی و سبزی فروشی اینها داشت. حالا اینا میخواستن بگن که ما حکومت عدل علی هستیم، گرفتن این آقا رو شلاق زدن. و من اونجا بود که دیگه گفتم تتسه به قول آمریکایی. خب ببینیم open in messenger. بله، رفتیم توی مسنجر، قرآن رو حاضر کنیم برای شما. و خب
اینم چون قرآن هست ما یه دونه از این چیزا بذاریم، یه سوربی با مردمی داریم اینجا براتون اینو بذاریم، کمرای 3 یا پلیر 3 که قیافه من نباشه، این قرآن که پخش میشه دوستمون اینجا باشه، کاری ما نداشته باشه. ما هر دوستی میاد برنامه میذاره میگیم آقا سعی کنید برنامه شما سوربی با شما نباشه، شما باشید با مردم. خدایا چی شد این؟ عجیبه ها، ای بابا نکنه اومدی برداشتی، ای بابا ای بابا، والا بلا اینجا بود خودت فرستاده بودی، به شما هم گفتیم، گفتیم اینو پخش میکنیم، شما هم گفتی اوکی. ای مردشور این فیسبوک رو ببره، اگه شما نبردیش فیسبوک، حالا ای من به مردم هم میگم فیسبوک چیزی رو کش نمیره، ولی مثل که واقعا هم بعضی چیزها رو کش میره. حالا نکنه این دوستمون هم فکر کرده ما میخوایم اسمش رو پخش کنیم که برش داشته. بذار این صدای کامپیوتر منه که داره میره پایین، که این دوست رو از دیروز که با ما قرار مرار گذاشته پیدا کنیم. ای بابا، بیننده عزیز دوباره بفرستش، چون که من اینجا که نگاه میکنم نیستش و ای کاش سیوش کرده بودم، ولی من میام با جایی که اسم شما هست میزنم. بله خب دوستان ازتون عذر میخوام، این یکم نامرتبی ما رو به مرتبی خودتون ببخشید، ولی این دوست ما جالبه، همه چیزهای دیگه هست ولی این نیستش، اینی که ما میخوایم پخش کنیم. یادتونه قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب همون اوائل یه نوع قرآن خوندنی رسم شده بود، بهش هم میگفتن قرآن خوندن مصری اگه اشتباه نکنم، هی مثلا میگفت و این زن نجوم و کدین رنگ اینجوری اینجوری میکرد، بعد هم همه میگفتن یا لا 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 اینجوری میکرد. این تو اون مایه بود ولی نیستش. آقا دوباره بفرست خانم، دوباره بفرست، نمیدونم لنگ شدیم، شاید ما چون اول برنامه گفتیم حالا پخش میکنیم نکردیم، این دوستمون آمده و ورش داشته. دفعه دیگه تا یه چیزی از شما میاد من اون رو عجب برگشتم تا 2016، تا فوریه 2016 و شما رو نمیبینم. شاید روی مردم، روی مردم تیوی هستید. اینم دوتا چیز داشتن ما، چی میگن، دوتا صفحه داشتنمون یه اشکال ایجاد میکنه که فکر کنم شما روی مردم تیوی با من در تماس هستی، چون میبینم اینجا هم جزو دوستان ما نیستی. و چجوریه که جزو دوستان ما نیستی؟ خب چشم به هم زدیم، ساعت اول گذشت. دوستان عزیز امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، ویدیوی آقای چمنارا که تقریبا نزدیک به 2 ساعت هست پخش میشه و ویدیوهای ایشون هم در فیسبوک خودشون هست، در فیسبوک من هم هست. حالا ببینیم که اینجا شاید باشه مسیجز، نمیدونم، عجیبه. حالا من بعضی از این ویدیوها رو که اینجوری میاد برای خودم به صورت پیام میفرسم، ولی نمیدونم اگه برای خودم پیام بفرسم اگه اون اصلیشو برداره احتمالاً اینم که اینجا هست از بین میره دیگه، نه؟ پس نیستش آقا، هرچی میگردم نیستش. نوتیفیکیشن هم نگاه کنیم، بلش. بله، اون بانوی هنرمندی که از ایران گفت اگه امکان داشته باشه، بعد تماس گرفت آقا تلویزیون شما سیاسیه، گفتم والا ما هرچی از روز اول زور زدیم بگیم آقا ما سیاسی نیستیم، خانم ما سیاسی نیستیم، دلیلش هم اینه که من رشتم برق بوده، رشتم فنی بوده، درس سیاست نخوندم. اگه میشه ایرانی های بیننده سیاسی نباشن. از اون ورم اگر معیار شما آهان فهمیدم من اشتباهی رفتم، پیداش کردم اگه اشتباه نکنم،
خدایا بذار ببینم این کجاست. آها بابا تامکت فرستاده گفته اینو پخش کن. تامکت کجایی؟ باید ببینیم. آره ببینم پیداش میکنم. من تی رو دیده بودم با اسم یکی دیگه اشتباهی دنبال اون میگشتم. بذارید ببینم اینا پیداش کردیم. بابا مشهور زمه اینم شدیم. اوکی دوستان با هم بریم این نوار قرآنی رو که این دوستمون حمایت کرده و پول داده با هم بشنویم. دیشب لب تن سرم قبل ما یکون تلم آه اکبر نلم زد تو سرم شپلم اوپس ببخشید خواستم این عکسش رو بهتون نشون بدم که بدونید چه صفحه‌ای هست و شماها اگر قرآن خون هستید یه وقتی بخواید اینجوری شد. از اول بخش کنیم پس. از اعوذ بالله. اعوذ بالله من هم شیطان رجیم. دین شب رفتم سلام قبل ما یکون تلم آه اکبر نلم زد تو سلام شپلم شپلم بس دیگه. اینم که من بهتون گفتم که من نباشم چون وقتی این میخونه من خندم میگیره و واقعا میگم اگه از یه مجلسی از یه جایی برید داخل و یه صدای اینجوری بیاد که تصویر نذاره که نوشته اعوذ بالله منم شیطان رجیم بعد نوشته دیشب رفتم سر قابلمه کتلت ننم زد توی سرم شتلق گفتم چرا میزنی شتلق گفت برای این که رفتی سر قابلمه کتلت منم زدم تو سرت شتلق. اینم وقتی که یه چیزی رو با زبان خودمون نباشه و برامون بخونن. حالا براتون یه چیزی از خودم بگم دیگه آقای امیدی روز کردیم بیرون نیستش که بگه آقا چرا خاطرات خودتو میگی، ما اومدیم که اینجا ببینیم این آقای پاسدار جوان چی میگه. حالا اون چی بگه؟ تو میخوای چه غلطی بکنی؟ تو نشستی تو پاریس، هنرمند هم هستی، رفتی توی شهری نمیدونم یه ساعت نیمه اونجا دیگه خوردی کنگر انداختی لنگر، حتما یه حقوقی هم از دولت پاریس داری میگیری، از ملت پاریس بیچاره اونا میرن سر کار، تو برای خودت داری روزا هنرنمایی میکنی. این پاسدارا حالا هر چی میخواد بگه، تو ما بالا میشی میری ایران چه کار میکنی؟ نمیری که. ولی پیشنهاد کردم با آقای دادرس که اسم بنویسه ببینه اینایی که هی میگن جانم فدای ایران، وقتی این میگه آقا بیا بریم ایران، حتی بهشون پیشنهاد کنی یه شغل خوبم بهشون میده، ببین چی میگه. یک میگه حالا بچه‌م داره وارد تحصیل میشه، یک میگه حالا نوه‌م رفته مدرسه، یک میگه نمیدونم عروسی ننمه، یک میگه عروسی بابامه، همینجوری میرن دیگه. بگذاریم اگه نگه خاطرات خودتونی، برگردیم به این خاطرات. اینی که وقتی یه چیزی میخونن اگه زبان ما نباشه نمیفهمیم. یه آهنگی بود خانم گوگوش میخوند
ما ایرانیای عقده‌ای هم که خودمون خوندن خودمون بلد نیستیم، فقط یه شعری رو از یک پیدا می‌کردیم، نمیدونم شهرام چلیپام بخونه، اون یکی اون آهنگ بخونه، اون یکی اون آهنگ بخونه، گوگوشم رفته بود یه آهنگی پیدا کرده بود و میخون و این میخون باز تندم میخون دیگه، I believe. من باور کنید فکر میکردم این میگه بابلی، میگفتم این بابلی یعنی چی؟ کوچیک بودیم دیگه، مدرسه ای بودیم ما وقتی ایشون میخوند. حالا درسته ایشون الان قیافه جوانتر از ما، از بس کشیدن و رنگ کردن و اینها به قول معروف حالا شانس آوردن فعلا سوراخ دهان همون جایی که هست ایشون از من مسنتره، ولی وقتی این شعر رو میخوند مثلا اگه 25 سالش بوده احتمالا من مثلا نه اگه این 18-19 سالش بوده ما 10-12 سال بودیم. بمانم این میگفت I believe، شعر آی بلیوه، من باور دارم، من فکر میکردم میگه بابلی. حالا این قرآنم ماجراش اینه. ممنونم از اون دوستمون و ببخشید من این تام رو با یه تی ای ام اشتباه گرفته بودم. آقای سهراب چمنارا، ارکان چهارگانه هویت ایرانی در اندیشکده قانون اساسی رو برای شما امروز ویدیو تهیه کردن به مدت 1.45 دقیقه، امروز روی فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم، روی فیسبوک خودشونم هست، اسم چمنارا هم که توی یوتیوب بزنید میتونید در هر ساعتی از شبانه روز ببینید دیگه. از این راحت تر اگه میخواین ثبت نام کنید برید ایران، اونجا قراره به شما یه شغل خوب بدن. و اما طرح آقای مصطفی زاده کلکلهایی که در فیسبوک شد، من به تمام دوستان یک بار دیگه هم پیشنهاد میکنم هم ازشون خواهش میکنم با خود آقای ضیاء مصطفی زاده مستقیما تماس بگیرید و ایمیل ایشون بسیار ساده است، ZIA1942@gmail.com. اینم از این. و برنامه آیندهشون رو من به ایشون گفتم اگر میخواین 2 ساعت باشه بدون بایگانی و بازپخش جمعه 2 تا 4، ولی اگر میخواین به اصطلاح ببخشید فکر کنم گفتم اگه میخواین 2 ساعت باشه چهارشنبه بیاین 12 تا 2، از پس میگیم و عوض میکنیم و ایمیل میزنیم دیگه خودم هم والا دارم دیوونه میشم، ولی اگر میخواین 1 ساعت باشه با بازپخش با بایگانی اونجوری بیشتر و بهترم هست، من میام برنامه رو اوپن میکنم، شما نگاه کنید تمام اینایی که کمدین هستن، تمام اینایی که آهنگ میخونن، خواننده هستن، اول خواننده ها میان، جدیدا اینایی که خیلی چیز نیستن مثل بچه مرشد مردم رو جمع میکنن، وقتی مجلس گرم شد و مرتب شد و اینها بعد مرشد میاد. شما اگه دیده باشین برنامه من با دوستان اینجوریه، من خودم 2 میام تا 3 صحبت میکنم، 3 این دوستان حاضر آماده، آب پاشیدیم، چراغ روشن، نمیدونم سماور روشن، میان صحبت میکنن. نمیدونم به چه دلیلی آقای ضیاء مصطفی زاده اصرار دارن که این 2 ساعت باشه، بعد تو اون 2 ساعت به من میگن حالا شما بیا تو صحبت کن. خب آقا قشنگ بذار 1 ساعت به من 1 ساعت به خودت، و به نظر منم شما مهمون دعوت نکن. این افرادی مثل آقای سعیدی مفتخوره، یه مدت از بهکام مفت میخورد، یه مدت اینجا هی زنگ میزد، تا اینکه من آخر یقش گرفتم گفتم آقا دیگه حرف مفت تموم، اگه میخوای حرف بزنی باید وقت بدی. 2-3 تا 3 تا 20 دلار داد اینجا برنامه گذاشت و چند دقیقه صحبت کرد، ولی اینها اهل پول دادن نیستن، پول به جونشون چسبیده. به شما که برسن میگه قربونت جونم فدات، بیا قدمت رو چشمم، ولی اگه بهش بگی 1 دلار به من بده میگه میدونی همین الان آخرین 1 دلاریمو گذاشتم اونجا، جان خودت الان من پولم ندارم. نگید به اینا اصلا نگید. خب یک روز دیوانوار گم خواهم شد. آها یه دوستی هنرمندی که توی ایرانم هست، خب ذوق خدا شما رو شفا بده، ممنونم. SEUS SAMS ELIAS، من نمیدونم شما اسم خودت هم نمیدونی چیه، اول برو اسمت اصلا مشخص کن بیا. و خیلی ممنونم اگه شما به خدا باور داری، دعا کن پیش خدا تا خدا به من شفا بده. خب ایشون نوشته بود یک روز دیوانوار گم خواهم شد. بعد وقتی من خوندم فارسی و چشم عینکی و فیسبوک و ریز و اینها، بعد دیدم نوشته در موهای آغوشت
گفتم این که آدم حالش بد میشه، حالا حتی اگه خانما هم از موی سینه آقایون خوششون بیاد ولی وقتی می نویسن یک کمی چندشاوره. بعد گفتم ببینم واقعا میشه همچین شعری گفته باشن؟ بعد نگاه کردم دیدم اینجوری نوشتن: یک روز دیوانوار گم خواهم شد در برمودای آغوشت و کشف خواهم کرد راز پنهان چشمانت را. آخه دوست عزیز شاعر گرامی، اگه در برمودا گم شدید که دیگه غرق میشید میمیرید، دیگه کشف نمی کنید. این کشف شما هم شده کشف حجاب. هی به دوستان میگیم آقا رضا خان رضا شاه بیچاره کشف حجاب نکرد، رفع حجاب کرد. حجاب هزاران سال کشف شده، از موقعی که گرد و خاک بوده، از موقعی که نور آفتاب بوده، طرف میخواسته حجابی باشه بین خودش و آفتاب، حجابی باشه بین خودش و گرد و خاک. اون حجاب اون موقع کشف شده، درست شده و ایشون رفع حجاب کرده. ولی چی کار کنیم، یاد نمیگیریم دیگه. این الیاس اگه اشتباه نکنم رفتش، حالا این همین دوست جوانمون هست که هم جنسگرا هم هست و من یکی دو تا برنامه به خودش به مادرش باستار مصاحبه کردم، کار پناهندگیشون نمیدونم درست شد نشد و یاغی شده، حالا یه دوربین افتاده دست خودش، گفت یا رب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بی خبر شود. اینم چون گفته بود خدا یه دفعه اینم آمد. و اما آها، من میدونید که یه چند مدتی توی تلگرامم به گفته دوستان رفتم و فعال شدم. فعال که یعنی وقتی یه چیزی رو اینجا می‌نویسیم میایم توی تلگرامم به اصطلاح برای دیگران می‌فرستیم. حالا هم نمیدونم نوشته 59 تا 50، اصلا دیگه این شماره والا به یه جا می‌رسیم برامون مهم نیست. وقتی گذاشتم یکی از دوستان برای من نوشت آقا این کلیپ صدا نداره. من براش گفتم که و میدونید ما دوستان وقتی هم یه اشکالی هست امکان نداره که فکر کنیم که دستگاه ما هست که این اشکال داره. چرا؟ چرا علکی حرف میزنم؟ تنها این آقای چیز چمنارا وقتی براش یه ویدیوی فرستادم گفت که خیلی ممنون خسته نباشی، آیا از چی؟ آیا از ادبیات هم سخنی داری؟ بله شما بفرست ما پخش میکنیم. درود بر شما، افراط و تفرید. آمه درست میگه متیو، درست میگه. اون کلمه که من گفتم همون افراط و تفرید، از بس از این وری میریم که از بام نیفتیم پایین، از پشتش میفتیم پایین. خلاصه آقای چمنارا گفت سوربی این ویدیو پخش نمیشه، شاید کامپیوتر من این فرمت رو بلد نیست. براش یه فرمت دیگه فرستادم و گفت آره با این فرمت کار میکنه. نگاه کنید دوستان، الان این عکسی که من اینجا دارم بهتون نشون میدم، سوربی با مردم از تلویزیون مردم، این یه پروگرام برای من جدیده، کلیپ اسمشه، کلیپ، و هر کسی میتونه بره ویدیوهاشو به صورت آدیو بذاره اونجا. بریم گوش بدیم. دوستان عزیز با سلام به شما، امیدوارم لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. حتما شما هم شنیدید که میگن چه فکرها که بله. کردیم. این برنامه جمعه است و میبینید دوست عزیز که صدا داره. من اینو شما اگر از آیپد استفاده میکنید یا از لپتاپ استفاده میکنی صدا نداره، یه روز که میری بیرون در اون مغازه‌ای که معمولا کارت تلفن میفروشن، کارت اینترنت میفروشن اینا، بهش بگو که این اینجوریه و چجوریه که همه میشنون گوش میدن و من صدا ندارم. بعد اون بهت میگه که مثلا شما فرمت MP3 نداری. این فرمت MP3 و ویندو مدیا آدیو و نمیدونم فرمت های دیگه، اینا چیزاییه که این شرکت های بزرگ مثل گوگل، مثل یاهو، مثل مایکروسافت، اینا وقتی که افتادن به جون هم و رقابت، دعواشون مثل اینه که ما اون پایین وایسادیم اینا شمشیر که میزنن به هم، مثلا شکسته شمشیره یا جرقش میخوره تو طرف کال ما، اونا اون بالا هستن، مشکلاتش برای ما هست. اینم از این کلیپ صدا نداره،
روی صفحه سوربی. آهان، اگه میخوای من حتی خیلی علی چی میگه عزیز جان فرستادم. خب نه اینجوری فرستادم که دوست عزیز از قبل باید بفرستی تا منم بهت بگم امروز تو برنامه میخونم یا چهارشنبه میخونم، ولی اینجوری که این میشه تلویزیون دوستانی که میگه خب ما آمدیم اگه شما هستید وایسیم اگه شما نیستید بریم. من 8 صفحه اینجا 4 روز چی نوشتم؟ تازه این روزیه که فکر نمیکردم برنامه داشته باشم، فکر میکردم واشنگتن هم دارم فیلم برداری میکنم، هر کسی هم گفته امروز میخوام مصاحبه کنم یا برنامه داشته باشم گفتم امروز توی آمریکا تعطیلی هست. بعد یه دفعه شما میگی ادبیات فارسی، میگم بله. فکر کنم قبلا هم من و شما با هم یک کلکل نوشتاری داشتیم و اگه همون هستی که من برای شما گفتم یه چیزی که مینویسی الان شما برو روی بهتون نشون میدم، بیان رو فیسبوک دوستان نگاه کنید. این با آقای انصاری شما بعضیاتون بدید و فوش میدید و فلان، این آقای انصاری زنگ میزنه $10 خرج میکنه مقاله ای رو که نوشته میذاره اینجا، یا بیان رو مردم تیوی، صفحه مردم تیوی. نمیدونم شما علی آقا ما رو از کجا میبینید، اینجا من الان بهتون نشون میدم روی فیسبوک صفحه مردم تیوی اینجا ببین قشنگ مقالتون رو میذاریم اینجا. الان 8803 نفر اینجا هستن، نوشته ریسپانسیو 100%، نوشته که 8619 فالو میکنن، 964 تا این برنامه رو دوست داشتن که پخش کردیم یا گذاشتیم. بعد ببینید این ویدیو خود من الان اینجا هست، بعد میان پایین ترش نوشته سوربی، باز میان پایین تر اینجا پست، قسمت پست ویدیوها و نوشته های آقای انصاری اونجاست. ضمناً آقای انصاری فردا اینجاست، هر کسی سوالی داره درود من الان رسیدم. خب چون شما دیر رسیدی ما هم اون قرآن رو دیر پخش کردیم، چیزی رو از دست ندادی. اگرم نه حسن برنامه ها اینه که بایگانی میکنیم تا 1-2 ساعت دیگه همه رو میتونی ببینی. ببین آقا این آقای چمنارا $10 خرج کرده، علی جان $10 خرج کرده، 6 ساعت پیش اینو فرستاده، تا الان 80 نفر رفتن این ویدیو رو دیدن. شما خودت به من بگو اگه بخوای تو ایران، تو آلمان، تو انگلستان، تو آمریکا چند نفر 80 نفر رو جمع کنی یه کاغذ چاپ کنی بهشون بدی چند ماه باید زحمت بکشی؟ ویدیو بساز، برنامه نوشتهاتو به صورت گویا در بیار، از این سکوهای ارتباطی استفاده کن. والا بلا اگر این خمینی و اینا هم میخواستن مثل من و شما هی برای همدیگه بفرستن بعد بگن لطف کنید برای دیگران پخش کنید، هنوز تو عراق داشت نماز میخوند یا توی پاریس زیر درخت سیب نشسته بود. اونها خرج کردن، اونها شبنامه ها رو خرج کردن. بله به یه نفر میگو این به دستت که رسید بخون، 5 بارم از روش بنویس بده به 6 نفر، چون کاغذ دست دستیده بود دیگه. و چه سیستمی اونا گذاشته بودن. الان ما میلیون ها نفر ایرانی روی فیسبوک هستیم، همه فکر میکنن برای یکی که میفرستن 80 میلیون گرفتن، 80 میلیون خوندن. نه عزیزم، بله بیا پایین تر نگاه کن، اون آقای چمنارا بود، قبلش آقای احمدعلی مسعود انصاری. از دیروز این برنامه چرا شاه از ایران رفت و که مصاحبه انجام داده گذاشته، تا الان 252 نفر آمدن اینجا دیدن. ضمناً همون پایین‌تر این نوشتم با کلیک کردن روی این لینک ویدیوها و مقالات احمدعلی مسعود انصاری رو ملاحظه کنید. حالا چرا؟ چون اون $10 داده، ما از این ور لطف میکنیم میگیم اینم ما براش مجانی بذاریم، همش نخواهیم همه چی مجانی باشه. اونی که کلیک میکنی شما میای اینجا دوباره $10 میدی روی آرشیو صفحه خودت میذاری، لینکش میکنه به اینجا. این همه که ما یاد میدیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن و فقط نگن آقا این تلویزیون سوربی هم که همش میگه پول. آقا من این همه میگم پول، پس شما همش پول ندادید که بازم میگیم پول. اگه پول داده بودید یه نفر یه چک مینویش آقا $100,000 $200,000 یا میگفت دیگه من مردم پول نمیخوام، دارایی من مال تلویزیون مردم. و اما آقای حسین محمدی از ایران، این دوست جوانی که در گیلان از سگها
مراقبت میکنه. قبلا هم من باش مصاحبه کردم و دیروزم بهش گفتم که اگر شما هفته یه ویدیو بفرستی، منم هفته یه ویدیو از شما پخش میکنم تا دوستان یاد بگیرن. خود من، یکی از دوستان، یکی از فامیلمون میخواست، بذار من این حسین رو پیدا کنم، حسین محمدی، اینه صفحش، هم بهتون نشون میدم، شما هم برید صفحش رو ببینید. یه جوونیه که این دیگه والدشو بذاره فرشته، و فرشته فقط زنها نیستن، مردها هم میتونن باشن. این کمرای سه، بله ببینید این عکس اینجا، این سگه الان کنار جاده افتاده، یا زنگ میزنن بهش، میره خودش پیدا میکنه، سگها رو میاره. و نگاه کنید این سگه بیچاره مثلا مریض شده، صورتش چجوری، اینا معمولا فکر کن سرطان و اینا که میگیرن اینجوری میشه، ولی اینا رو میاره با عشق و علاقه نگهداری میکنه. به اینا میگه بچه ها، هیچ وقت بهشون سگ و گربه نمیگه، میگه این بچه ها. و یه ویدیویی درست کرده بود، اگه بتونم اونو آها اینه، با هم ببینیم دوستان. و من به فامیلمون گفتم ببین شما سگ نیار، مخصوصا شما چون مسافرت زیاد میری، سگتو که میاری بعدن باید هی بدی دست این و اون، هم اونا اذیت میشن هم سگت اذیت میشه. دوستان اگه میخواین سگ بیارین، سگ مثل بچه هست، مثل بچه‌ای که هیچ وقت بزرگ نمیشه. شما بچه میگید 2 سالش که شد، خودش دیگه اگه خواست بره دستشویی میگه میره، اگه خوراک خواست میگه گشنمه، بعد 3-4 حرف میزنه. ولی اینا بیچارا همیشه بچه هستن و یه حسنی داره، عشق و علاقهی که به شما میدن این عشق و علاقه دوستی هست که همون بچه های کوچولو به شما میدن. بیشتر از این صحبت نمی کنم، حرف حسین رو با هم بشنویم، ببینیم چه ظلمی میکنن بعضی از، نمیخوام بگم ایرانی ها، همینجا هم خیلی ها حیوانات رو ابیوز میکنن، آزار و اذیت میکنن. سلام به همه دوستان عزیز. یکی از مشکلات این بچه ها اینه که من و شما بدون این که در نظر بگیریم چند 15 سال حداقل میتونیم این بچه ها رو نگه داریم، میریم سگ میاریم. یکی از بزرگترین دشمنای این بچه ها همین سگ فروشان و بعدش خود ماییم، که بدون در نظر گرفتن شرایطمون، بدون در نظر گرفتن این که آیا ما واقعا میتونیم 15 سال حداقل از این بچه نگهداری کنیم. چرا؟ چون یه عده‌ای هستن 1 سال موقعیت دارن سگ بیارن، میرن میارن، بعد از اون میگن خب واگذار میکنیم، حالا خدا بزرگه میریم. نه، اشتباهه، در نهایت میشه یکی مثل همین بچه که متاسفانه بعد از 3-4 دست چرخیدن دست یه آدم روانی میفته، که این بچه رو دستشو با سیگار میسوزونه، آلت تناسلیشو با سیگار میسوزونه، که مثلا به جون خودش بهش یاد بده که کجا ادرار بکنه کجا نکنه. دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم قبل از این که سگ بیارین همه شرایطو بسنجین. دوستان، حسین محمدی توی ایران هست، از خودش سوال کنین، ما نه ازش پولی میگیریم. من این کار رو به عنوان عشق و علاقه به این حیوانات زبون بسته، خودمونم اینجا 4 تا سگ داریم و میدونم که اینا چه عشقی به آدم میدن، این کار رو به خاطر این انجام میدم. اینا احتیاج دارن به کمک های شما. بعض وقتا اینجا آگهی میزنه میگه ما پتو میخوایم، بعض وقتا میگه ما خوراک میخوایم برای اینا بخریم، و دیگه اون قسمت اعتمادش و قسمت پول فرستادنش و اینها خودتون تماس بگیرید. ولی من از این که شما لطف میکنید از وبسایت، از فیسبوک ایشون دیدن میکنید، به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم. این هم قولی که با آقای حسین دادم دیروز. و چه جالب، بعد از مدت ها گفتم یه احوالی از ایشون بپرسم، وقتی باهاش تماس گرفتم قسم خورگاه های سربی الان 3-4 روزه من در فکر شما هستم، و شما مثل برادر بزرگی من هستی، شما همسن بابای من هستی اینها. و کل عذرخواهی کرد که تماس نگرفت. گفتم ببین شما وقتی رو که میخوای به من تماس بگیری تو همین کار خیری که انجام میدی انجام بده، من این چشمم از اون چشمم خوشحالتره. در هر صورت حسین جان خسته نباشی و امیدوارم که این کار رو ادامه بدی. دوستانی که طرفدار آقای ترامپ هستن، یکیش بابک هروی عزیز که الان در سوئده، اینم مثل من که بعد از 30 سال پارسال بلند شدم رفتم آلمان، اینم بلند شده رفته سوئد، یادی از گذشته کنه. و خیلی هم مسافرت خوبی بود،
شما هم اگه یه جایی زندگی کردید اونجا به عنوان خونه دومتون، وطن دومتون جایی بوده که به شما جا داده، مکان داده، پاسپورت داده، اقامت داده، به نظر من یه سر بزنید. الان سوئد، وقتی برگرده میخوام یه مصاحبه باش بکنم، بگم آقا شما که طرفداری از ترامپ میکردی برای چه قسمتش طرفدارش بودی؟ برای قسمتی که گفت دیوار میسازم، وزیر خودش میگه نمیسازم. برای هر قسمتش که شما بگی، وزیرای خودش، وزیرایی که انتخاب کرده، اونا گفت میگن نه همچین چیزی نیست. یعنی این آقا من و شما دوستان که به عنوان یه شارلاتان نگاش میکردیم ازش نباید ناراحت باشیم. خود دوستانی که بهش امید بستن باید ازش ناراحت باشن. دو سه تا ویدیو هست از آقای اوباما که 60 مینیت مثلا تو این 8 سال گذشته 12 بار باهاش مصاحبه کرده و نشون میده چجوری بوده یه سناتور جوونی. این الان بازنشست که داره میشه یا برکنار که میشه از این کارش، هرچی بازخرید میشه هرچی، الان 55 سالشه فکر کنم، جوونترین رئیس جمهور آمریکاست اگه اشتباه نکنم، که بعد از 8 سال میاد کنار. در هر صورت این گفت که ترامپ، شما نگاه کنید، ترامپ آمد یک جورایی همون روش منو استفاده کرد و به مردم گفت چنج. چیزی که هست این برنامه‌ای نداره، این فقط خوشش میمد مردم دورش جمع بشن دست بزنن، شومنه. شومن شما بله یه ساعت میزنید یه کانالی اجرا میکنه برنامه، خوشتون میاد میخندید، یا 60 دلار 50 دلار میدید میرید یه جایی نیم ساعت یه ساعت حرف میزنید میخندید میای، برای خنده خوبه، برای سرگرمی خوبه، نه اینکه 8 سال سرنوشت خودتون و بچه هاتون و نوه هاتون رو بذارید در اختیار این آقا. راجب بیمه خود آقای ترامپ میگه من همه رو بیمه میکنم. خب همه رو بیمه میکنه، اوباما هم که همه رو میخواست بیمه کنه. اینا یه مش دروغگوی بلفطره هستن، یک مش دروغگوی پروفشنال که شغلشون دروغ گفتنه. بله یکی یکی چیزایی رو که گفتن مخالف هستن و کنار میزنن. اون بانوی هنرمندم گفتم که وقتی که گفتم که اینجوری شما نگاه کن، تلویزیون مردم را حتی توی ایران مردم تیوی رو فیلتر کرده، ما اینجا والا گیر افتادیم. اون زن روز یادتونه بر سر دورایی میگفت دختری هستم 88 ساله، یک انقدر خواستگار داشتم، حالا نمیدونم با اون ازدواج کنم یا با اون طرفم براش میگفت دیگه حالا شما برو بمیر با این شغلت و با این بد اخلاقی با این سنت و اینا. ما هم اینجوری شدیم. روزنامه ایران روی اینترنت و اینورور مینیسته تلویزیون ضد انقلاب مردم، مجاهد مینیسته تلویزیون مزدور مردم، شاه اللهی ها نه پادشاهی ها، پادشاهی ها و طرفدار پادشاهی ها منطقی ترن، میشه باشون صحبت کنی، مخصوصا اینایی که تو کشوری مثل هلند و سوئد و کشورهایی که پادشاه دارن میبینه پادشاهش با دوچرخه میاد، میگه حالا یه زور دیگه بزنیم شاید تونستیم پادشاه رو این بار با دوچرخه بفرستیم ایران. اینا منطقی ترن. مثل آقای رضا پهلوی نیست، آقای رضا پهلوی خیلی قشنگ الان دیگه اومده میگه من نمیخوام مقام سمبولیک داشته باشم. خب آقا تو میگی من چی نمیخوام، به ما بگو چی میخوای. اگرم میگی مردم که بزنید دوستان سربی یکم فاصله رضا پهلوی، من سه بار از ایشون پرسیدم که آقا شاه هست یا نیست. اینم از این ماجرا. و اما مسنجر فیسبوک رو گفتم، اونا رو گفتم، بریم سراغ این حکایت همچنان باقی است و دفتر ما تموم شدنی نیست. گفتم طرف میگه که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نخ دمشق رو خوندم از این دوستمون، بریم اروپا سراغ آقای ارشد، داوود ارشد، یکی از سران مجاهدین هست که جدا شده از مجاهدین. من یکی دو بارم با ایشون مصاحبه داشتم یا ویدیوهاشون رو پخش کردم. اینها یک لینکی برای من فرستادن، نوشتن که کنفرانس فقر و محرومیت کودکان در پارلمان اروپا و گزارش آقای داوود ارشد به کنفرانس در مورد کودکان ایرانی تحت فرقه رجوی. بذارید اصلا من اینم بهتون نشون بدم، والا دیگه از این تلویزیون من نمیدونم شما چی میتونید پیدا کنید که اینجوری مستند و چیز باشه. بفرما این ایمیلی که من از ایشون گرفتم با هم
روی این لینک کلیک میکنیم اینجا no2terrorismcult.com. ببینید چی میاد، یه صفحه میاد اینجوری. من اتفاقا دیروز برای آقای ارشد نوشتم که دوست عزیز شما اگه هستی با اسکایپ با من تماس بگیر تا من به شما بگم. دوستان وقتی یه صفحه میاد اینجوری شما اینو میخونی که با فارسی با یه سرعت خیلی زیادی داره میره و قابل خوندنم نیست، میگی خب لابد این یه اشکالی پیدا کرد، صفحه هم قرمزه، به خودتون میگید که حتما این broken linkه، یعنی این لینک درست کار نمیکنه، میری دنبال کارت و مثل ما نمیای بری این پایین. ببین حالا چقدر باید بری پایین، برو 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 برو. آها گو بیا پایین، کشتی طرفو. میدونید ماجرای اون راننده و شاگرد شوفر، راننده داشت رانندگی میکرد، شاگرد شوفر خوابیده بود، راننده عصبانی شد، اون چایی یا آبی رو که داشت میخورد ریخت روی صورت طرف، گفت که من رانندگی میکنم تو میخوابی منم خوابم میگیره. گفت خب چیکار کنم؟ گفت باید بیدار باشی. راننده بیچاره همینجور خودشو بیدار نگه داشت. رسیدن به اون مقصدشون، دیده بودید که راننده ها میمدن پایین از ماشین، خیابون رو میبستن و مثلا عقب عقب به طرف میگفت که برو توی گاراژ. یادم سرای امیر حضور، گاراژ بارکش، مال کی بود خدایا؟ یه آقای خیلی جوونی هم صاحبش بود، بعدم رفت زندان توی تهران، که پدر من میرفت برای تمام اون آجانایی که اونجا به اصطلاح شیفتشون بود نهار میخرید که یه دونه نهارم به این برسه بمانه. نهار منظورم چلو کباب، که خوراک چیز نخوره، خوراک زندان نخوره. شاگرد رفت پایین، همونجور کینه تو دلش بود که این چای ریخته روش یا آب ریخته روش اینها. یه باربری بیچاره خوابیده بود اون پشت، این به راننده گفت برو 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 برو. کامیونه رفت روی اون باربرا، میگفتن حمال گاراژ دیگه، باربرا رو بیچاره زیر گرفت، بعد گفت اوکی هوپ، نگو اوکی، گو هوپ بیا پایین، حالا خواهر و مادرت فلان شد تا تو باشی دیگه آب رو من نریزی. اینم حالا برو 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 هوپ. اینه دوستمون سعید نوشتی که آقای سوربی پس از این، یعنی این قسمت رو این ننوشته، پس از این خواهش هایی که دوستان چپ و راست انجام میدن، من نمیدونم این چرا این ویدیوی داره میاد، ببخشید که زیرش علامت سواله، بعض وقتا اب نداره علامت های سوال، از خودمون بپرسیم این سوالا چیه. این سوالا به فارسیه، وقتی ما یه روز اینو خاموش روشن میکنیم عوض میشه. یکیش نوشته شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یکیش هم نوشته که اگر وقت داشته باشید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفتشنودی داشته باشید. در هر صورت میخواییم هم درست کنیم، حالا که ما دیگه برنامه اون خیلی خودمونی شده، وقتی طرف از اونوری به خودش اجازه میده اونجوری بذارید ما هم از اینوری به خودمون اجازه بدیم اینجوری. بیا مهمان ما باشید، اینو پاک کنم. بله ویدیو افکت شماره 8، این حالا ببینم درست شد این یکی. بله مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشیم. یکی دیگه شم هست، اینا رو هم باید به علی بگم برام نوشتهشو درست کنه، که دیگه ما نخواهیم هی هر دفعه کپی کنیم و پیست کنیم و چاپ کنیم و بنویسیم. این کار کامپیوتر اگه باهاش خوب راه بیای خیلی آسونه، اگه باهاش خوب راه نیای بخوای مثل سیستم قدیم انجام بدی کارت چند برابر میشه. فکر کنم اینم درست شد، افکت 7. بله شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آها سعید نوشته آقا من میخوام برم خواننده بشم، شما برای من آگهی کن، هر وقت خواننده شدم پولدار شدم به فکر شما هستم. بهتون گفتم این یه دوستی داشتیم هر وقت مشکل کامپیوتر داشت، نه که من متخصص کامپیوترم، ولی تا اونجایی که این میدونست من بیشتر از ایشون به اصطلاح واردم، تماس میگیره. ما هم با زور و سردرد و سه بار تلاش این ور اون ور کمک میکردیم درست میشون. وقتی درست میشد میگه آقای سوربی دعا میکنم که خدا نمیدونم هر چی میخوای بهت بده.
گفتیم والا ما هر چی می‌خواستیم به خدا گفتیم نداده، تا خودمون رفتیم دنبالش گرفتیم. حالا شما اگه فکر میکنی خدا با شما نزدیکتر و بهتره، ازش بخواه که به شما یه پولی بده، هر 100 دلاری که داد 80 دلارش بردار 20 دلار بده به تلویزیون مرد. هیچ وقت هم امکان یعنی نشد، معلومه که به اصطلاح خدا به ایشون هم جواب نمیده. خب شما ویدیو رو بردارید، اینها چند قدم هم به سرنگونی نده، میبینید اینها چقدر بدبختن. بله، در رابطه با این کیه داره قلب میفرسه، عشق میفرسه. ممنون و متشکرم. خب در رابطه با اون ویدیویی که بعد از 4 سال تازه آمدن گفتن اینجوری، این دوستمون میگه حتما ویدیو مال مجاهدین بوده، مجاهدین شکایت کردن که به این وسیله به اصطلاح یک چوبی لای چرخ این اکس مجاهدین بزنن. اکس مجاهدین که ماشاءالله وبسایت های مختلف، فیسبوک های مختلف. و اون روز یه نفر میگه آقا اینا پول از کجا میارن؟ گفتم آقا من فرانسه رفتم، زندگی این دوستان رو دیدم، خونه هاشون رو دیدی، اینترنت هاشون رو دیدی و پولی نمیخواد این روزا. اگرم منظورت برنامه این، چرا اینجوری شد؟ نه دیگه، تلفن ما داره زنگ میزنه. بله، و این روزا پولی نمیخواد. تنها تلویزیونی که به اینا برنامه داده و اینا توش برنامه دارن تلویزیون مردمه که نرخش از سال 2006 تا حالا یعنی 11 سال همین نرخیه که وقتی به یه نفر میگیم از ارزونی فرار میکنه میره. اینم از این ماجرا. خب ببینیم دیگه براتون چی بگیم. آها، 2-3 تا از دوستان ما هستن که این فیسبوک لایو که آمده خب خیلی راحته، شما واقعا 2 تا دکمه میزنی، یکی میزنی لایو، یکی میزنی شروع، بیفتت رو هوا. این روز هم که همه رانندگی که میکنن مسیرها نیم ساعت 45 دقیقه تو راه هستن. خود من خداییش فکر میکنم این بی احترامیه به بیننده و شنونده. دلیلش چیه؟ موقعی که مثل این میمونه که یه نفر داره میره فرودگاه، این آقای من به هر چی میگم یه مثالی هست دیگه، اون آقا امیدی میگه چرا خاطره میگی؟ این آقای حمید نجاری هر وقت میرفت آکشن ماشین میخرید، حالا میخواست مثلا از یه شهری برگردی یه شهری دیگه، اگر زنش مثلا داشت خوراک میپخت باهاش صحبت نمیکرد، دخترش وقت نداشت، این زنگ میزد به ما میگفت سوربی من آکشن بودم، حالا 1.5 ساعت باید رانندگی کنم به شما حرف میزنم. میگفت آقا من کار زندگی دارم. حالا اینم ماجرا این شده، این دوستان میخوان نیم ساعت از اینجا مثلا بره به ریچموند، 1 ساعت از اینجا بره به ریچموند. خب اینو روشن میکنه، میذاره unlimited data، شروع میکنه به برنامه گذاشتن. اونایی که دارن نگاه میکنن، حتی دیدم یکیشون خانمش به یکی دیگه پیغام داده بود که آقا به این فلانی بگو این برنامه فیسبوک و رانندگی تو خاموش کن، خطرناکه. گفتم حالا دیگه بعد از تلفن و تکست حالا دیگه فیسبوک، فیسبوک مثل که یکمی هم شما فکر میکنی دستت آزاده ولی مغزت اونجاست. و این دوستمون گفت تو رو خدا به این دوستات نصیحت کن که این کارو نکنن، از ما گفتن، ولی آیا اینا میرن حالا بگن آقا من اگه میخوام برنامه داشته باشم به دوستم اگه میگم 9 شب اگر رسیدم برنامه میذارم، اگه نرسیدم یه جا میذارم کنار، یه پست مینویسم که دوستان به این علت ازتون پوزش میخوام، من نتونستم برسم. نه که بگم خب حالا نرسیدم ولی برنامه رو بذارم، با یه دستم آهنگ پخش کنم، با یه دستم موزیک نشون بدم فلان اینا. والا ما اینجا نشستیم با یه دست این کارا رو میکنیم، باز خجالت میکشم که وقت مردم رو دارم تلف میکنم که از این کار به اون کار، یا این زیر اینو بنویسم یا اون والا اونو بنویسم. ولی نمیدونم، شماها هستید که با دیدن، با ندیدن، با تماشا کردن، با تماشا کردن، با تماشا نکردن مستقیما رأی میدید. ساعت هست 3:33 و ما تا ساعت 4 بعد از ظهر با شما هستیم. بعدش آقای چمنارا از 4 تا 5:45 با شما خواهند بود. کنفرانس رو بهتون گفتم، ویدیو یا وبسایت ایشون رو نشون دادم. به نظر من ایشون باید وبسایتش رو یک لیف و صابونی بزنه و درستش کنه. ببینیم این چیه. آها، اینم عکسای قشنگیه. حالا که ما اینقدر نق میزنیم با شما درد دل میکنیم و اینها،
بذارید به قولن چیزم داشته باشیم، اگر عکسی هست، چیز زیبایی هست، این رو هم به شما نشون بدیم. این عکس ها رو اگه اشتباه نکنم آقای آریانپور لطف کرده فرستاده و نوشته که اگر خلبان باشید از آسمان از بالا اینجور میبینید. حالا شما خلبان نیستید، ولی ما با همت آقای آریانپور شما رو میبریم این بالا و این عکس ها رو هم با هم میبینیم. بله، این بارسلونا هست و ببینید چقدر قشنگ شهرسازی مهندسی شده. اینا قدمتشون هم زیاده، ولی از همون قدیم اینا کارشون درست بوده. مال ما هم انقلاب که شد، طرف زمینا رو گرفته بود، خونه ساخته بود اطراف فلکه خاتون، کوی زهرا که اگه اشتباه نکنم مهمون سرا هم اونجا بود، یا کوی فره هم به اونجا میگفتن. طرف خونه ساخته بود، کوچه نداشتن اینا، این باید از تو خونه این یکی میرفت خونه اون یکی، از تو خونه که بعد شهرداری آمد زد اینا رو خراب کرد و گفتن ای بابا چه حکومت اسلامی هستین شما که خونه های مردم رو خراب میکنید. خب من میخوام خواننده بشم، آیا مارکت جا داره برای یک اصیل آوازخوان؟ بله، خانم فرهناز میپرسه. اگر منم مثل تلویزیونای ایرانی دیگه باشم میگم بله، اتفاقا مارکت منتظر شماست، شما بیا 20,000 دلار بده به من، برات ویدیوگرافر رو نمیدونم شاعر و فلان و اینها درست میکنم و شما بشین بخون، وقتی هم خوندی ما 100 تا DVD درست میکنیم بهت میدیم. اگرم بخوام حقیقت رو بگم والا من خبر ندارم. خب اصیل خانم پریسا میخونه، گاهی وقتی میاد خارج کنسرت میذاره میره. اصیل خانم شکیلا میخونه، باید با اونا یه تماسی بگیری. حالا اونا چون خودشون خواننده هستن، آیا به یه خواننده دیگه امکان میدن؟ نمیدونم، ولی من دوست عزیز خبر ندارم. گول تلویزیون ها یا رادیو دیگر هم نخورید. 10,000 دلار 20,000 دلار ندید. به 10,000 دلار 20,000 دلار شما خواننده نمیشید. امروز این سوشال میدیا که در اختیارتون استفاده کنید، ویدیو درست کنید. این آقای چیه جوونه، پسره جاستین چی ببخشید، پسر جوونه خیلی هم خلافکار شده و اینها، نه اون تیمرمن نه اون بیچاره آدم خوبیه، جاستین بیبر یا هم چیزی، این داشته گیتار میزده و میخونده، مادرش فیلم گرفت گذاشت روی یوتیوب مشهور شد. شما یه فیلم بگی روی یوتیوب خودت، روی فیسبوک خودت بذار، بله حالا 10 دلار هم بده تلویزیون مردم روی فیسبوک بذاره، 100 دلار هم بده برات یه ماه پخش کنه، ولی از این که گولت بزنم بگم اصلا خانم فرهناز شما کجا بودی، ما 30 سالت منتظر شما هستیم، بیا عزیزم آهنگ بخونو اینجوری، پول چند داری، پولاتم ورد و بیا به باباتو به فامیلتم بگو اگه پول به شما بدن سرمایه گذاری کنی فردا پولشون رو دو برابر پس میدی. بریم تو این عکسای قشنگ که از بالا گرفته شده. اون وقتا باید با هواپیما میگرفتن، الان با ماهواره میگیرن، از اون بهتر با این چی بهش میگن، ما این دوران رودانه چی یادمون میره، توی عروسی هم الان دیگه فیلم برداری با اون میکنن، در صورت با اینا هم میگیرن. این سنترال پارک، سنترال پارک نیویورک دوستان جای دیدنی هست که شما برید ببینید وسط این همه آهن و بتون و سیمان و آجر و شیشه، اینا یک قسمتی رو پارک سبزی رو گذاشتن که هیچ کم حق نداره اونجا چیزی بسازه. میز ان لانگلیت انگلند، این میز گاردن رو من تو ایرانی نمیدونم چی میگن، ولی هم تو آلمان بود هم تو انگلستان هست، از یه جایش وارد میشی هی دور میزنی همینجور گیج میشی و میبینید خیلی مشکل هم هست، بعضی جاها آدم واقعا نمیدونه چی رو بره بیرون و احتمالا با صدا و داد و بیداد باید هم دیگر رو پیدا کنه. خب بله، این مکزیکو سیتیه، شهر مکزیکو که میبینید یه کمی هم مثل خودمونن دیگه، اینا هم قرقاتیه، اونجوری منظم مثل بارسلونا نبود. این ونیس، ونیس شهری که روی آب هست، میبینید تمام وسایل نقلیه و اینها این قایقایی هست که از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا، بنده هنوز نرفتم، یکی از جایی که باید برم اینجاست. این امستردامه،
توی هلند و اینجام تا دلتون بخواد آب هست، آب هست و دوچرخه هست و کشتی. و این گیزا پرمد ایجیپت، بله اینم اون اهرام ثلاثه هست در مصر. ببینید یکیش اینجاست، یکیش اینجاست، یکیش اینجاست، تا حالا چند تای دیگه هم پیدا شده و درباره این اهرام ثلاثه هم صحبت‌های زیادی شده. خیلی‌ها گفتن اینو اون ایلینا یا موجودات فضایی که آمدن سفینه‌هاشون وقتی می‌خواسته بشینه اینجا، چون اینجا شن بوده، اونا اینا رو ساختن که روی سنگ به اصطلاح بشینن و یه جوری بوده که این قشنگ دیگه درسان نمیدونن. یه سری هم میگن فراعنه اینا رو ساختن برای قبر خودشون و طلا و اینا. اینم آبشار نیاگارا هست. آبشار نیاگارا دو قسمت داره، این طرف آمریکا هست نوشته آبشار نیاگارا، این طرف آمریکاش، حالا اون ورش هم طرف کانادا هم هست. من دو طرفش رو دیدم و به جای بسیار قشنگیه و اینا از قشنگی ها پول در میارن، چراغ روشن میکنن، رستوران میذارن، بستنی فروشی میذارن و الی آخر. ما از قشنگی ها تا یه جا قشنگی خودمون و خانوادمون میریم میگیریم، حسار میکنیم هیچ که نیاد. شیکاگو، شیکاگو هم یکی از شهرهای بسیار زیبا و چند مدت پیش یک شهرداری داشت که این شهر رو تبدیل کرده بود به شهر گل و خیلی قشنگ بود. نمیدونم هنوزم اونجوری مرتب و تمیز هست یا نه، ولی یادتون باشه نذارید قشنگی شیکاگو گولتون بزنه. تعداد کشته شده های شهر شیکاگو امسال از مجموع کشته شده های آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان بیشتر بوده. عدد صحیحش نمیدونم، فکر کنم 700 خورده نفر. خب اینم باز نیدرلند، نیدرلند همون هلند دیگه، تولیپ فیلز. اینم میگه مزرعه های تولیپ، گل لاله در هلند که چقدر قشنگه، اصلا انگار کاغذ نقاشی کرده. و این هم برن هست در کجا هست این؟ جاکارتا یا نه جاکارتا که نمیشه، نادرزا، نادارزکا آرا، نمیدونم به چه زبانی نوشته و در صورت ولش کن بره. این هم نوشته این نیو کالدونه. اینقدر شهرهای کشورهای جدید هم آمده که آدم دیگه نمیدونه کجا به کجاست. این یکی هم دبیه. خب ببینیم این دوستمون چی نوشته. فرهناز خانم نوشته والا ربخونی نکردم دیگه تا حالا. شکیلا مانند سبک موسیقی، شکیلا مانند سبک موسیقی بنده است، ترانه می نویسم، خودم پیانو گاهی و ضرب می زنم، اینجا خبری نیست. منظورتون از اینجا توی ایرانه و واقعا ننگ بر اونایی که آمدند و گفتن زنا اینجور و اونجور. و یه چی به شما بگم فرهناز خانم، ننگش بر خود ما مردا واقعا که میریم تو سالن مثلا توی ورزشگاه، وقتی که میبینیم خواهرمون نمیتونه بیاد، همسرمون نمیتونه بیاد، مادرمون نمیتونه بیاد. حقیقتش اون نوشته اون آقای سریع القلم یک کمی به خود ما بر میگرده. ننگش برای ما که تو عروسی ها تو ایران مردا بلند میشن با یک رقص، اصلا همون گفتم آدم از شلاق زدن خوردن اون طرف استفراغش میگیره، من از رقصیدن این مردا هم وقتی با هم میرقصن میخوام استفراغ کنم. زیبایی رقص اینه که رقص مرد و زن وقتی که میخوان با هم یک کلامی بگن که دیگه زبان از قدرتش وامیمونه با رقص میگن. ولی نه اینکه این مرده نمیدونم با این شکم از من گنده ترش یه دستم میذاره پشت باسنش اینجوری اینجوری میکنه. در صورت نمیدونم به شما چی بگم، با دوستان کالیفرنیایی تماس بگیر، ولی سه تا شرط بهت میکنم، این سه تا شرط رو حتما رعایت کن. مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش، کلات رو نبرن. حالا خیلی هم فکر نکنی کلات رو نبرن، مواظب باش کلا هم سرت نذارن. راستی چرا هم کلا رو میبرن، کلا رو بر میدارن، هم کلا سرت میذارن. ساعت 3:44، 3:44 دقیقه است. من 15-16 دقیقه دیگه با شما هستم و بعدش میرم چیز. اگر براتون مسئله نیست فرانست کنم برای ما یک ویدیوی از خودتون بفرستید،
من روز چهارشنبه پخش میکنم یا روی فیسبوک میذارم. اون 10 دلار هم مهمون من مجانی، چون شما از ایران حالا اگه بخواید 10 دلار بفرستی لابد میگن 100 دلار باید بدی تا این دوز و مزایی که هستن بتونن این 10 دلار بیاد. این دبیه. دبی میدونید که حتی اگه اشتباه نکنم خاک از ایران و جاهای دیگه خریدن آوردن و این شهرهایی که به صورت ماه و نخل و اینا هست اولش با این شروع کردن که مایکل جکسون و اینها هم رفتن اونجا خونه خریدن، بعد کره زمین رو درست کردن، بعد این یکی نمیدونم چیه، این یکی الان نمیدونم چیه، هی درست کردن و هر کسی هم تونست رفت اونجا یه خونه ای آپارتمانی خرید که بگه بله ما هم میتونیم، خیلی ها زندگیشون به مخاطره افتاد و مجبور شدن اینا رو ول کنن و برن، ماشیناشون رو تو فرودگاه پارک کردن و فرار. این چیه؟ دوبروونیک، حتما این کشورهای شرقیه، ولی این از سفیدیش مثل به کشورهای یونانی و اینا میخوره، در اصل نمیدونم. بله نامیب دزرت نامیبیا، اینجا نمیدونیم، از این صحرا و شنش معلومه که آفریقا هست. اینجا پاریس زیبا، پاریس هم میدونید که تقریبا واشنگتن کپی نقشه پاریسه و خیلی ها میگن اگر دقت کنید اینها نمیدونم مثلث یهودیاست اینه اونه و خودتون قضاوت کنید. اینجا هم هست ترکیه، خیلی از ایرانی ها الان میرن ترکیه میگن ما بریم از نزدیک اون به اصطلاح ایران رو میتونیم ببینیم. حتی یه فیلمی بود اینجا، یه سریال ایرانی بود، این بچه های ایرانی درست میکردن، شاه آف سانست، شاهان خیابان سانست یا اون منطقه سانست، و اونا هم رفته بودن گریه و زاری. و بله تا هستیم تو ایران خیلی جاها رو نمیریم، ولی وقتی دور میشیم میخوایم بریم. ببینم چیه، آدرستون رو بفرستید لطفا. این دوبروونیک در مونتنگرو هست، بهمن گفته. مرسی خانم نیر عزیز، این خواهر گل ما هم تشریف آوردن و ایشون درباره اون دوستمون که دخترش سرطان گرفته گفته بود که امیدوارم این دختر ناز و جوان به زودی خوب بشه و من از ایشون تشکر میکنم و ممنونم که با ما هستن. بله اون دوستونم بهمن میگه اونجایی رو که گفتی در مونت نگرو هست. و اینجا هم شانگهای و این هم کیپ تاون، کاپستاد، RPA Republican of something، و اینم مسکو، مسکوی خودمون که آقای ترامپ هم امروز به مسکو گفت هی من اگه اومدم اگه خواستین تحریما رو بردارم شما باید یک کمی پیچ و چراغ نفت اتمی رو کم کنید. اینجا هم آتنه، بنده پارسال آتن بودم، همین آتن هم چه دکونی شده، یه مشتی سنگی رو اونجا گذاشتن ولی روز ازش پول میسازن، شب ازش پول میسازن و الی آخر. ونکوور کانادا، میدونید که کانادا فکر کنم 130-140 سال بیشتر عمر نداره، ولی اونجا هم زیبا و شلوغ و تا دلت بخواد. و اما این هم مل یا مال مالدیوس، نمیدونم، گفتم یه شهری حتی یه کشوری داشت چیز میکرد تبلیغش میکرد که با 150,000 دلار یا 250,000 دلار شما میتونی پاسپورت رو بخری، اگه اشتباه نکنم به نام مالتا. و گفت این کشوره نه صنعتی داشته، نه منابعی داشته، چه نفت چه منابعی دیگه، گفت صنعتش فعلا شده پاسپورت فروشی و توی تلویزیون اینا هم نشون میداد. خب اینم سیاتل که باید مال اینجا آمریکا باشه، واشنگتن استیت. و اینم واتیکان سیتی، حقیقتا واتیکان سیتی خودش یک کشور در کشور، و اونایی که باور میکنن یا فکر میکنن ایران و آخونده اولین کشور مذهبی هستن، اولین کشور مذهبی واتیکانه، دومش اسرائیل، سومش ایرانه. خب و اینم ویتنام. ویتنام هم دیشب یه فیلم بسیار زیبا دیدم که آقای اوباما هم اونجا با آقای انتونی بردن در فیلم پارت اند نون، اونم برنامهش خوبه. اینم ویتنام. ویتنام الان خیلی هم توریست میره و دوستان تمام این تپه ها که بیش از 1000 تا هست اینا جزو آثار ملی یا آثار
حفاظت شده به ثبت رسیده و هیچکی نمیتونه بخره، هیچکی نمیتونه بسازه و این زیبایی ها باید برای نسل های بعدم بمونه. ممنونم از دوستان عزیز، من جمله آقای آریانپور، من جمله آقای پتیک، که با فرستادن مقاله و اینها برنامه ما رو به اصطلاح دوام میبخشن و قوام میبخشن. این قوام آمده هم میشه، من تا میگن قوام یاد مادر بزرگم میفتم که وقتی خورشی رو میخواست ببینه که یعنی درست شده حال اومده، میگفت این قوام اومده. بعد ما یه پسر خاله‌ای داشتیم اسمش قوام بود، ما هم به شوخی میگفتیم نه ولی یحیی اینجاست، یحیی داداشش. این میگه قوام. چقدر ما جوان که بودیم حتی به پدر بزرگ و مادر، من که پدر بزرگم نیده بودم، بنده خدا فوت شده بودم، به مادر بزرگ و پدر مادر خودمون هم اذیت میکردیم. خب این دوست ما ببو نوشته: جناب سربی گرامی، با سلامی به بلندی لباده آخوندی. ببینم این چی جاره، چرا داره اونجا نشون میده؟ نه سه رو نمیخوایم، الان دیگه سفیده. بعد با سلامی به بلندی لباده آخوندی و فراتر از بلوف و تبلیغ غیر مستقیم آقایان مجیزگوی آخوند، راستش را بخواهی من نیز طرحی مافوق برنامه های بین المللی نوشتم، هنوز آن را مطرح نکردم. وقتی شما میگید طرح و مطرح، این دوتاش به اصطلاح در رابطه باید باشه. حالا یادش به خیر معلم نقاشی داشتیم میگفت امروز شما این رو طرح میکنید. بعد یه بچه‌ای فامیلی زاره بود، از این بچه‌های اینایی که قصابخونه و کشتارگاه و سلاخی اینا داشتن، یه روز این پیرمردی بود بیچاره معلم نقاشیمون، بعد ورداش یه دفتر بزرگ داشتیم برای نقاشی، برد گرفت زیر آب آورد گفت بفرمایید. فامیلیش هم الان یادم رفته، اون یکی دیگه یادم، آقای پیروی سیبیلای اینجوری داشت خط می‌نوشت، ولی این آقا پیرمرده دیگه اسم یادم. بعد میگفت بفرمایید آقا ما اینو برای شما طرح کردیم. اون میگفت طرح کنید، این رفته و براش خیسش کرد. خلاصه راستش را بخواهی من نیز طرحی مافوق برنامه‌های بین‌المللی نوشتم، هنوز آن را مطرح نکردم، اما بعضی ها که نامشان را نیازی به گفتن نیست، آن را کپی کرده و به نام خود مطرح کرده و هیچ رحمی به من بی سواد نمی‌کنند. خلاصه اجنه هم اجنه‌های قدیمی، لااقل آنها راهی به پستوی خانه ات نداشتند و ورق پاره‌هایت را به دست این آقایان نمی‌دادند. این اجنه ها هم لا مذهب شده و محتویات ذهنت را روی کاغذ دیگران می آورند، آن وقت تو می مانی با ذهنی لو رفته. آقای سربی مرسی از حوصلت، روز روزگارت خوش. من از شما ممنونم. حالا که من اول برنامه به شما نشون دادم که اینو در رابطه با آقای مصطفی زاده نوشتیم، مطلقی با آقای مصطفی زاده داریم، با خودش مستقیم تماس بگی، اگه شما شهامت و جرأت داشتی باهاش تماس پیدا کنی، مطمئنم اونم مثل یه برادر به شما جواب میده. بله مثل یه برادرم ممکنه دعوا بده کنه، دوتا حرف گنده هم بهت بده، بهت بزنه. ولی دوست عزیز، الان که من برای شما ویدیو گذاشتم که ژانویه 2015، یعنی حداقل دو سال پیش این تر دست من بوده، توی کامپیوتر من بوده، نشونش دادم، آیا حالا شما انسان شریفی هستی که بگی من عذر میخوام از آقای مصطفی زاده؟ آقای مصطفی زاده نیست، خبری هم از این نداره، امروز هم شاید اصلا نباشه برنامه من بشنم، ولی شما که برای من فرستادی، حداقل باید برای من بنویسی سربی جان من درباره آقای مصطفی زاده اشتباه فکر کردم، ازش پوزش میخوام. ما نباید فقط از حاضرین پوزش بخوام، اگه پشت سر یک کسی هم یه چیزی گفتیم، باید از اونم چون نبوده حالا عذرخواهی کنیم. چرا؟ اون که نیستش، ولی اینا شنیدن. در صورت دوست عزیز، آقای مصطفی زاده 3-4 سال قبل از 2015، یا شاید من دارم اقرار میکنم، 1-2 سال قبلش تلویزیونی داشت به نام اپوزیسیون تیوی. این یه سری از کارکنای دفتر آقای رضا پهلوی، یه سری دیگه از حزبای مختلف، حزب کارگران، حزب مفتخوران، نمیدونم فلان، حزب چپاولگران فلان، اینا همه رو هی جمع کرد، هی پول داد، هی میتینگ گذاشت، هی به منم میگفت بیا. گفتم آقا من نمیام تو این میتینگا، من اینا رو دیدم، من اینجا جبهه ملی رفتم، دیدم که جبهه ملی دو قسمت شد،
گفتیم آقا چرا دو قسمت اینجا که حسن واشنگتن و مریلند و ویرجینیا اینه که با همه؟ گفتن نه آقا اختلاف عقیده داریم، مریلند شد یه قسمت، ویرجینیا شد یه قسمت، دیگه 16 نفری هم که بودن شدن 8 تا یا 6 تا و 10 تا. ما هم گفتیم آقا نخواستیم. به همین خاطر بنده نجزو حزبی بودم، نخواهم بود و نخواهم شد، و چند دلیل دیگه. دلیلش اینه که این آزادی و استقلال خودم رو نفروشم به دوستان، نه که بابتش پول بگیرم ها، ولی همین که زیر دینشون باشم. حالا امروز که من رفتم مهمون آقای مصطفی زاده شدم توی این طرح خودگردانی، فردا دیگه اصلا نمیتونم انتقاد کنم، ولی اگر استقلال خودم رو حفظ کنم از آقای مصطفی زاده هم انتقاد میکنم، از آقای چمن آرام انتقاد میکنم. اصلا آشنایی من و آقای چمن آرام با انتقاد شروع شده و دوامشم بر همین اساسه که بازم انتقاد میکنم. نمیگم حالا که اومده تو این تلویزیون یه چیزی نگم که بره. آقا 50 دلار 20 دلار ایشون نه منو پادشاه میکنه نه منو فقیر میکنه، ولی من حرف خودم رو میزنم و شما هم سعی کنید اگه برنامه میذارید مردم رو اجازه بدید بیان حرف خودشون رو بزنن. بله این وسط هم یکی میپره دفعه اولش اصلا شما رو نمیشناسه، ندیده، اومده میگه آقا بذار این سپاهی صحبت کنه. ها تو کی هستی که به من دستور میدی؟ اگر برنامه سازی هست، اگر بهتون گفتم مثل اینمونه که من بابا مرده باشه را بیفتم برم تو خیابون ببینم یه جایی مردم دارن میرن، منم برم داخل، بعد اونجا شروع کنن موزیک بزنن، بعد بلندشم بگم آقا چرا میذاری موزیک بزنه، بابای من مرده بشین قرآن بخون. راستی قرآن امروز خوشتون اومد؟ سرای کتلت الله الله شطلق. خب و اما بازداشت یکی از همدستان بابک زنجانی توسط اینترپول در آمریکا. باریکلا بگیرین که اینا، البته این بدبخت بابک زنجانی احمق، اصلا قیافش هم نگاه کنی خلی و خل بودن و چل بودن از قیافش میباره. شما عکس شویتون نشون بدم نگاه کنی، این همینه که مثلا از تو زندانم کجا از کامرای سیه ببخش، از تو زندانم به وزیر نفت گفته بود شما اجازه نداری ماشین منو سوار بشی، نمیدونم فلان بیسار، حالا گرفتن انداختن زندان، مثل که حکم اعدامش هم صادر شده. حالا یکی از همدستانش هم توی آمریکا گرفتن. من هرچی مقاله رو خوندم رفتم پایین، نه اسمی نوشته بود نه چیزی، فقط نوشته این مقام انتظامی عنوان کرد بر اساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانده و تحویل مقامات قضایی بدهیم. این میگه توی آمریکا، اون پایین که میخونه میگه که ما ای را آوردیم تو ایران. این هم ماجرای دروغ سرتیتر دروغ نوشتن و به اصطلاح مردم رو اینجوری تشویق کردن که بیان. در هر صورت این بدبخت ها اینا بازیچه دست اونها شدن، اونها دوزیدن اون پشت، رفتن پشت پرده اینا رو گذاشتن جلو، حالا هم یکی یکی اینا رو نفله میکنن که مردم هم بگن عجب آقا ببین خودشون هم میگیرن و فلان میسن. این هم ماجرای بابک زنجان. دوستان اجازه بدین همینجا خداحافظی کنیم، به سلامتی شما یه جرعه آب بنوشیم. چه لیمان قشنگیه، این لیمان مال ساموئل آدم هست، بوستون لاگر. من هر وقت اینو مشروب میخورم میام این سم آدم بخوریم بلکه آدم بشیم، ولی آدم نمیشیم. ببینیم این دوستم چی نوشته. با خانه فرهنگ ایران در سان دیگو تماس بگیر، همیشه کنسرت موسیقی اصیل دارن، پولی هم لازم نیست خرج کنی. دمت گرم سعید جان. حسن تلویزیون مردم اینه. حالا فهمیدی چرا اسمش مردمه؟ نه اینکه تو پاریس ببخشید اینو میگم بدون دمپایی فلان پتی بپری وسط به من بگی چی جوری چقدر حرف بزن چقدر نزن. اینه که سعید تو کالیفرنیا به این دوستمون به این هموطنمون تو ایرانی تو ایران میگه سوربی که واشنگتن تقریبا وسطه، حالا برای این اگه فرستادی گذاشت رو فیسبوک خب این یه لطف 10 دلاری کرده، برای این کانون ایرانیان هم بفرست توی سان دیگو. اینجوری اینه تلویزیون مردم، نه چون اسمش گذاشته مردم هر ننه قمری باید بیاد بتونه حرف بزنه. اون که اسمش باید بذارم مردم، مردم من از دست تو مردم. خب دوستان چهارشنبه با شما خواهیم بود، هنوز نمیدونم که چهارشنبه 12 شروع میکنیم تا 2
با آقای ضیا مصطفی‌زاده، 2-3 با من، 3-4 با آقای یزدان خداوندلو، یا 12 یا 2 شروع میکنیم تا 4. در صورت روی فیسبوک سعی میکنم براتون بنویسم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. کجا؟ اینه. بله. و شما هم میتونید مهمون برنامه ما باشید. ولی یادتون باشه این دوست پاسدارمون وقتی آمد دوباره نوشت آقا دوستان سوالات زیادی دارن، به نظر میرسه که تشنه اطلاعات هستن، من دوباره بیام یه شنبه؟ گفتم قربونت برم، مهمون که خودشو دعوت نمیکنه روزش هم خودش بگه. شنبه و یه شنبه روزیه که من یا میرم به کارام میرسم پول در میارم یا با فامیلم هستم، با دوستام هستم. زمین شما برو یک کسی رو پیدا کن از این تشنگان کربلای اطلاعات، ببین یک کسی حاضره ساعات شما رو حمایت کنه که من میدونم تا اسم پول میاد اینا میرن پیداشو نمیشه. 4 بعد از ظهر از شما خداحافظی میکنم با آقای سهراب چمنارا. ببینید که قشنگ ویدیوهایی رو با چه مرتبی درست کرده، روی فیسبوک میذاره، روی یوتیوب میذاره، تو تلویزیون مردم هم پخش میکنه، ویدیو مال خودشه، تو 100 تا تلویزیون دیگه هم میتونه پخش کنه. شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. روز روزگار بر شما خوش و مرسی که با من بودید. به امید دیدار.